الرحیم جوامع پیشرفته دائما در حال نوگرایی هستند سوال اینه که آیا میشه در همه چیز نوگرایی کرد ولی در دین امکان پذیر نیست در واقع موضوع عرایز بنده است و موضوع این جلسه که سوابق نوگرایی در نیم قرن اخیر چگونه بوده عرض بنده درباره بسترهای نوگرایی دینی در قرآن باید به این سال پاسخ بدم که آیا متن منتسب به خداوند عزیز و علیم خداوند حکیم آیا اون رو میشه نوگرایی کرد کتابی که از اموری ثابت سخن میگه درباره خداست درباره وحی و نبوت و در باره آخرت هست از این امور قطعی و ثابت میشه سخن تازهی در آورد و بازخانی کرد و برداشتایی بی سابقه که با قرائت سنتی تفاوت داشته باشه به این سوال دو گروه پاسخ دادن گروهی که اعتقادی به دین ندارند معتقد هستن که اصلا دین یه امر ارتجاییه نگاه به گذشته است چیزی که از یک امور ثابت گذشته داره سخن میگه فاقد چنین ظرفیتی است که بخواد اقلانیت رو وارد بکنه روشن فکری بکنه نوگرایی بکنه حتما آشنا هستین و خوندین نوشته هایی رو که به کلی برخورد میکنند با جریان نوگرای دینی اصلا فاقد ظرفیت و استعداد روشنگری میکنند گروه دوم هم باورمندان به دیدگاه سنتی هستند که اونها هم معتقدند که دین امر دین یه امری که ثابته و باید برگردیم به همون دوران صدر اسلام صلف صالح و بقیهش رو هم باید به صورت تعبدی پذیرفت مهم اینه که کشف بکنیم که در متن در کتاب و در سنت چه آمده حدود شاید دوازده سال پیش بود که یه مقاله در مجله نگین که برحال یه سابقه طولانی در ایران داشت و در لاس انجلس هم مقای محمود عنایت اداره میکردن نوشته ای از جناب علی اسخر حارس جوادی منتشر شد عنوانش بود دنیای سر و ته بسته البته مقاله اصلی ایشون دنیای سر و ته بسته مسلمانان بود که آقای عنایت مسلحت ندیده بود یه تغییری داد حرف ایشون اصولا این بود که دین فاقد توانایی استفاده از اقلانیت و در این تسلیس به قول خود ایشون تفکر موانع اصلی داره مقاله ایشون البته منجر شد که دو سه بار رد و بدل کردیم پاسخهایی رو که چاپ شد البته اون هم که دیگه تعطیل شده من یه قسمت کوتاهی از نوشته آقای حادش جوادی رو که از متفکرین بسیار مؤثر قبل از انقلاب بودند خدمتون میخونم انسان مسلمان با سه قید توحید نبوت و معاد در حوزه تفکر و اندیشه زندانی قیودی میشود که در تعبیه آن نقشی نداشته است و در کیفیت و چون و چرایی آن اجازه سوال و پرسش ندارد و به حکم شر قادر به استفاده از عقل چارساز خود برای برون رفت از آن نمی باشد مسلمان حق تفکر و تعمق یا شک و سوال و طلب دلیل و سند در راز و رمز خلقت جهانی ندارد اما نبوت نبوت در واقع قانونگذار مرحله زندگی انسان است و به عبارت دیگر بخش دیگری از محدودیت حوزه تفکر و تعقل او در وابستگی به ملکوت نبوت و احکامی که به واسطه آن در تشریع تکالیف و وظایف انسان در زندگی ابلاغ می شود نقطه گذاری می گرده. حال این من فقط به عنوان یه نمونه اشاره کردم از معروفترین متفکران برحال غیر باورمند به دین گروه دوم من هم همینطور که ارز کردم بنیادگرایان هستن که اصلا اصل و اساس و بازگشت به بنیاد اولیه میدونن در واقع و طرفدار سنت صالح کسانی که بودند و الگوهایی از مسلمانی بودند باید به اون برگردیم یعنی نگاه به گذشته است سنت های در واقع حوزه علمی ما هم جز نیست که اونا فقط کسی تو حوزه میره برای که بفهمه که بزرگانی که بودند فهول حوزه چه فرمایشاتی داشتن نگاهی هم وقتی به واقعیت ها بکنیم کشور اسلامی از عربستان که قلب کشورهای عربی محسوب میشه اونها هم در واقع بازگشتشون به اندیشه های ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و به اصطلاح خودشون توحید و جهاده یعنی مسلمان ها به شرک آلوده شدن با جهاد باید همه رو برگردونیم به خط مستقیم پرچم عربستان هم که دوتا شمشیر متقاطعه داعش و طالبان و اینها هم همه از این تفکر برخواستن مصرم که به حال پیشرفته ترین کشورهای عربی هست اخوان المسلمین نماد اندیشه برادران اهل تسنن مصری ما هستند که او هم نگاه به گذشته داره سنت سلف ساله و عمل کرده یک ساله هم که وقتی به قدرت رسیدند دیدیم بعد از بهار عربی ترکیه یه مقداری امیدواری بود ولی در عمل دیده متاسفانه اونها هم کمتر رو به جلو دارن روشن فکرشون کجا هستن؟ عمدتا تو دانشگاه های آلمان و فرانسه و انگلیس و هلند و اغلب مرتد شناخته شدند و نمیتونن برگردن به مملکتشون حالا قاعدتا آقای دکتر سروش دیگرانم راجع به اونها صحبت خواهند کرد اما شیعه قلب شیعه ایران و عراق و لبنان اندیشه حاکم شیعه تا کجا تحمل میکنه نوگرایی رو میبینیم شیعه هم نگاهش به گذشته است در واقع حالا بعضی ها که امیدشون به امام قائبه منتظرن او بیاد اصلاح بکنه به جای که جامعه اون آمادگی رو پیدا بکنه که رهبری از درون خودش بجوشه در واقع نگاه انتظار به گذشته است گویا قرار نیست که ما کاری بکنیم تحولی ایجاد بکنیم حواله داده میشه به در واقع کسی دیگه ای که باید بیاد آباد بکنه تعالیم هم همینطور که خب میدونید به خصوص نظام ولایت مطلقه فقیه عطف به گذشته است گذشته مشخص یه ایدئالی هست ما نایبان اون راه هستیم در واقع اندیشمندان در واقع نوگرای شیعه هم میبینیم که عمدتا در خارج هستند یا اگر در داخل هستند مثل آقای شبستری با هزاران محدودیت و توهین و تهدید و تحقیر مواجه هستند متاسفانه میبینیم دو طرف هم در میان اهل تسنن و تشیع نوگرایی دینی خاموش هستش مورد اقبال قرار نمیگیره در انزواست جای آقای اشکوری هم به راستی خالی است ایشون در کنفرانس برلین همینی که گفتن که برخی احکام اجتماعی اسلام قابل نوگرایی و نگاه جدید متناسب با مقتضیات زمان است وقتی به ایران برگشتن محکوم به اعدام شدن به خاطر جوی که پیش آمد پنج سال بالاخره نهایت بهشون دادن و پنج سال هم کشیدن یعنی متاسفانه حتی یک همچین سخنی در یک کنفرانس بین المللی که هجاب جز احکام اجتماعی میتونه با مقتضیات زمان شکل خاص خودش بگیره قابل تعمل نیست حال درسته که اسلام از یه امور ثابتی در واقع مثل خدا، ملائک، عالم غیب، قیامت، وحی سخن میگه ولی این یک طرف قضیه است یک طرف از یک امور قطعی و ثابته ولی طرف دوم چون متغیره انسان چون ثابت نیست برداشتها و غراعت های مختلفی میتونه بکنه همطور که تو مدرسه این چنینه همینطور که انبیا یک سخنه در عین حالی که روح مطلب ثابت بوده ولی میبینیم در هر زمان طول و تفصیل پیدا کرده و قرائت‌های تفصیل یافته تری از اون حقیقت عرضه شده و اصلا این مسئله نسخ در دین که میفرمد ما ننسخ من آیت اون ننسه ها نعت به خیرن منها همینی که بعضی از مسائلی که در تورات و انجیل بوده بعدا نسخ پیدا کرده یا حذف شده یا مطلب پیچیده تری عرض شده خودش دلالت بر این شناوری و قابلیت دین برای تحول و نوگرایی در سالهای بعد خواهد بود اما استدلال گروه های سنتی دین عمدتا روی مسئله تعبد تکیه داره به خصوص آقای ملکیان در ایران اون آخری مقاله که سال گذشته بود من از ایشون دیدم که ایشون البته عبور کرده از این مراحل حالا سنتی و چار پنج مرحله ایشون طی کرده به گونه ای در واقع عبور از شریعت و توجه به معنویت و اخلاق و همون اسپریشوالیته در واقع هستن و ایشون عمدتا یکی از موانع رو این عامل تعبد یعنی سر به دین که این در تعارض قرار میگیره با اقلانیت و نوگرایی در حالی که در قرآن 275 بار عبادت آمده مشتقات عبادت فقط یک بار تعبد اومده یک بار فقط در باب تفعل اون یک بارم به صورت منفی است اون یک هم تعبد و به فرعون نسبت میده حضرت موساس که به فرعون میگه تلکن نعمتون تمنها علیان عبد تا بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل رو به تعبد واداشتی معنای تعبد رو میشه فهمید که به اجبار به زور چشم گوش بسته از یک امری اطاعت کردن تنها موردی که تعبد در قرآن اومده به حالت مذمت اومده پنجا و نه بار از تعقل سخن گفته که هیچده بارش 18 بارم از تفکر پونزده بار میگه چرا تعقل نمی کنید یا هشت بار لعلکم تعقلون هفت بار گفته سیر بکنید در زمین تا تاریخ رو بشناسین عاقبت کسانی که قبل از شما بودن یا سیر بکنید ببینین کیفه بد الخلق حیات از کجا آغاز شد هفت بارم گفته چرا سیر نمی به جای تعبد که یک بارم حتی نگفته در ارتباط به دین، همش تعقل تفکره حتی در کتاب های روایتیمون کتاب کافی اصول کافی اول کتابش کتاب عقل در همونجا میگه العقل ما او بده به رحمان خداوند رحمان رو با عقل میشه پرستید وقت تو به جنان بهشت با عقل فقط کسب خواهد شد از فرماشت حضرت علی از معرفت العلم دین و بهی معرفت علمی این یه دینیست به گردن انسان که با معرفت علمی است که جزا داده میشه بهی یک سبل, سبل انسان و تاعت فی حیاته با علم که امکان داره که آدم اطاعت بکنه خدا رو یعنی عبادت بدون علم طاعت نیست این در حیاتشه و جمیل الاهدوسته بعد وفاته بعدن هم در آخرت آنچه که انسان به دست میاره حاصل در واقع علمه خب وقتی قرآن این کتابی که به عقل و علم که دائما در حال تحوله دائما در حال تطوره میدون داده و دین رو میگه از طریق همین اقلانیت و علم میشه شناخت چگونه ممکنه نوگرایی رو نفی بکنه چون انسانی که دائما داره جلو میره تحول پیدا میکنه مگر میتونه به یه امور ثابتی بسنده بکنه پس در واقع هر دو گروه هم لایک و هم دیندار سنتی بنیادگرا و مخالف نوگرایی ادعای بنده اینه که قرآن در واقع برعکس کاملا این نوگرایی رو نه تنها میپذیره بلکه از این طریق دین رو قابل شناخت میدونه نه تنها مخالفت نداره بلکه مشوقه در واقع خب در اون سه میدانی که ارز کردم که جناب حاجسه جوادی اشاره کردن که دلیل بسته بودن اندیشه یک مسلمانه که چون اولش که خداست که بسته است آخرشم که آخرت اون برم بسته است این بسط هم بسته است. یه راه، هم یه راهکاری پیامبر دست ما داده اونجا پس عقل نیستش من اجمالا چون وقت کمه فقط این میدون دادن به عقل و علم این دو موتور نوگرایی رو در این مثلث توحید نبوت و آخرت ارز میکنم اول توحید آیه 73 فرقان فرماند عباد الرحمن ویژگی های بندگان اون خداوند رحمان چگونن یکی از ویژگاش ویژگی اینه الذین ازازو که به آیات ربهم لم یخر علیها سم به وقتی به آیات خدا برخورد میکنن کروکور برخورد نمیکنن یعنی خدا تعبدی دوست نداره خدا مقلد از خودش هم نمیخواد خدای ماست دیگه از چی گفته بپذیرین از ویژگی های عباد الرحمن اینه که اندیشه میکنن حتی در آیات خدا در قرآن از مجادله ابراهیم با خدا یاد کرده بی جهت نیست به عذاب قوم لوط ما نمیدونیم چی میگفته ابراهیم ولی تو قرآن اومده یجادل و قوم لوط ابراهیم با ما ابراهیم خلیل یعنی اینطور نیست یه کسی به مقام ابراهیم میرسه دیگه خداست دیگه باید تعبدی پذیرفت با خدا معجه میکنه لابد میگفته خدا یا بندگان تو هستن اینا چرا باید حتی درباره قوم همجنس باز لوت با خدا داره بحث میکنه آوردن این داستان آیا غیر از اینه که با همون عقلی که خدا رو شخص پیدا کرده آیا از اون به بعد گفته دیگه تعطیلش بکن فقط در مورد من میتونستی فکر بکنی به اون نتیجه از ستاره و ماه و خورشید برسی از اون به بعد دیگه تعطیل منو پیدا کردی خود این یک تجلیلی است از ابراهیم که حتی با آفریدگار خودش جدل کرده یا ابراهیم اعرزن هازا ابراهیم ندیده بگیر این عمل خودشونه که دامنشونو گرفته میبینیم نوح با خدا خدا رو زیر سال میبره خدایا تو که به من گفتی که اهل تو نجات میدم پسرم غرق شد اونم اهل منه ودان پاسخ میده به او قانعش میکنه سوره فاتر آیات 27 28 چهار زمینه گیاهشناسی زمین شناسی مردم شناسی جانورشناسی رو مطرح میکنه میگه این بارانی که از آسمان نازل میشه از این آب ثمرات مختلفا الوانها به رنگ های مختلف محصولات گیاهی اما در کوه من الجبال بیزون میبینی رگه هایی رنگ سفید و همرون مختلفون الوانه یا قرمز یعنی بر حسب نسبت آهن در سنگ از قهوه‌ای تا قرمز کم رنگ میل میکنه و قرابی و سود رنگهای سیاه سنگ زغال در واقع بعد میره تو مردم و من الناس مردم و دواب مختلفون الوان همش داره میگه انواع و اقسام آخر که نتیجه میگیره چیه؟ انما یخش الله من عباده العلماء فقط و فقط از خداوند بندگان عالمش خشیت پیدا میکنن یعنی تو اگه زمین شناس هستی درست بفهمی مردم شناس هستی یا شناس هستی زمین شناس هستی خدا را قبول داشته باشی میفهمی این آیات رو خشیت غیر دانشمند پیدا نمیکنه وقتی میگه انما یعنی این است و جز این نیست فقط دانشمندان خشیت پیدا میکنند در قرآن گفته لا تقف ما لیس لک به علم تا علم به چیزی نداری هرگز دنبالش نرو در قفای اون نرو برای اینکه خداوند ابزار شناخت به تو داده چشم و گوش و فعاد حالا قلب عقل هر چی است میگه باید پاسخگو باشی پیش خدا در بس تقلید و حرام میدونه رد کرده ابزار شناخت برای چی بوده؟ چطور ممکنه که بگیم تعطیل وقتی که شناخته این حق نوگرایی ندارین؟ قرآن با کلمه بخان آغاز شده اولین صفتی که از خدا اومده رب ربوبیت خدا رم در این دانسته که الذي علم بالقلم اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاکرم الذي علم بالقلم کرامت خدا مهمترینش آموزش کاربرد قلمه بعد سوره ای است که به نام قلم در واقع سوگند میخوره من فرصت خیلی ندارم اشاراتی فقط به مرحله توحیده اما نبوت پیامبر به پیامبر میگه پیامبر اعلام بکن قل انما کن به واحدتن پیامبر بگو من فقط یه موعظه شما رو دارم ان تقوم لله مسنا و فرادا ثم تفکروا برخیزید تفکر بکنید میگه به راه خدا دعوت بکن ادو لا سبیل ربک چه گونه بل حکمت و الموعظه الحسنه با حکمت و با سخن نیکو میگه پیامبر اعلام بکن قول هاذهی سبیلی راه من اینه ادعو او علا بصیرتن من متکی بر بصیرت دعوت میکنم نه تعبد انا و من تبعنی هم من و هر کی پیرو به منه دعوتش باید بر اساس بصیرت باشه بینایی باشه میگه اونهایی که علم داده شدن حقانیت این کتاب میفهمن و یر الذین اوتو العلم الذی انزل الیک من ربک الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید جامعه رو میتونه به راهی که به عزت سربلندی و ستودگی هدایت بکنه اگه درست فهمیده باشن در مورد همین مسئله هدایت و نبوت قرآن در دو سوره از نزول وحی بر پیامبر در شب قدر سخن گفته هر دوش به عنوان یه امور مازی است انا انزلناه فی لیله القدر انزلناه مازیه یا تو سوره دخان انا انزلناه فی لیلت مبارکته ولی تو هر دو سوره سوره قدر که میگه نا انزل الله بعد میگه تنزل الملائکه و روح و فیها تنزل مضارع یعنی ادامه داره این مسئله سوره دخان که میگه نا انزل الله فی لیله مبارکه میگه فیها یفرق کل امرن حکیم اونم باز مضارع یعنی این تمام نشده بسته نشده شریعت آورده پیامبر ولی این الهامات ادامه داره این فرمایش حضرت علیه زالک قرآن فستنتقو قرآن رو بازجویش بکنید قبلا بازجویی رو میگفتن مستنتق دیگه دیشب کجا بودی؟ با کی بودی؟ چی خوردی؟ چیکار کردی؟ قرآن رو به حرف میگه باید بکشین بلن یه خودش که حرف نمیزنه میگه در این کتاب هم از گذشته هست گذشته تاریخ و هم آینده و هم در واقع زندگی امروز شما و هم نظم بینتون ولی شما باید سال مطرح بکنید سال مطرح نکنید که سخنی نمیه کتاب سامت در واقع میگه هازل قرآن انما ها و خطون مستورون و این این قرآن یه خطه خط توی کتاب لا خودش که حرف نمیزنه و لا ترجمان ترجمان میخواد مترجم میخواد نه منظور مترجم معمولی نیست که مترجم فارسی یا عربی یعنی به این کتاب کسی باید در واقع سخن بگه میگه با این کتاب شما سخن خواهید دو اما خود نزول قرآن خود نزول در واقع آیه 136 سور بقره میگه به اهل کتاب یهودی بگین ما به خدا ایمان آوردیم به اونچه به ما ناظر شده اونچه بر ابراهیم ناظر شده به اسماعیل به اسحاق به یعقوب ول اثبات اسباد کیا هستن؟ بنی اسرائیل دوازده تا شعبه شدن اسباد پیامبران نیستن با همون فعلی که میگه قرآن نازل شده بر ابراهیم و غیره بر اسباد همون تیره تیرهی که بودند پس در بین اونها اندیشمندانی بودند که این ارتباط ها رو در واقع داشتند سخن است از حضرت علی میفرمند که از جمله نعمات بسیار بزرگ خدا ان لله علت از ذات آلا اوهو فل برهت بعد البرهت در برهه های مختلف زمانی عبادون یعنی در دوران فترات دوران فاصله بین پیامبران میگه خداوند بندگانی داره عباد و ناجاهم فی فکرهم یا بعضی نسخه فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم خدا با اینا در تفکراتشون سخن میگه در تعقلی که دارن با خدا ارتباط دارن یعنی مردان تفکر و تعقل دو سه صفحه راجع به نقش اینا در جوامع اسلامی که اینا بیدارگران جوامع اسلامی هستن در این فاصله های طولانی قرن ها بین پیامبران این مردان تفکر و تعقلند که در واقع پیام های خدایی رو به مردم میرسند دین و شریعتی رو نمیارند ولی اینها در واقع خدا باشون داره سخن میگه کلمهم هم فی ذات عقولهم هم در ذات عقلهاشون با خدا داره باشون تکلم میکنه یا در تفکراتشون دارن الهامات خدایی رو به مردم میرسونن آیا اینها غیر از نوگراییه؟ غیر از اینه که مشوق در واقع دائما زنده کردن و بروز کردنه در هر حال در گذشته تاریخ نشون داده که این نوگرایی واقعیتی بوده وقتی مسلمان ها با تمدن فلسفی یونان برخورد کردند یه زایش بزرگی پدید آمد اندیشمندانی مثل ابن سینا ها و ابن رشد ها و ابن خلدون ها و چه اندیشمندان بزرگی از اون به بعد پدید آمدن در برخورد ابتدایی ما هم با دنیای غرب و رنسانس کسانی مثل آخون خراسانی و ناینی و در خود روحانیت خود بزرگان در واقع نوگرایی از امثال سجمال جمال الدین اسدآبادی که در واقع تمام زندگیش در حال سفر و مهاجرت و دیدن دنیا بود او در واقع میشه گفت پایه‌گذار نوگرایی نوین و بازگشته به قرآن بود یا کسان دیگه همه این کسانی که از بازرگان و شریعتی و دوستان دیگه همه اینا حال آمدن بیرون از این محیط یه نگاه دیگهی به دنیای پیشرفته کردن وقتی برگشتند حالا امثال اقبال و دیگران تونستن یک تحولی ایجاد بکنن حتی از بین روحانیون من مرحوم دکتر بهشتی چون یه مدتی رئیس اون مرکز اسلامی هامبورگ بود و نگاه دیگهی پیدا کرد مرحوم به حال کسان دیگه هم که تو این زمینه بودن یا خود آقای شبستری ایشون هم در هامبورگ بودن یا آقای خاتمی یه نگاهی خود روحانیون میکنیم میبینیم اینا که تحولی پیدا کردن آمدن بیرون از محیط نگاهشون عوض شده بار دیگه که به حال توجه کردن جوره دیگه ای دیدن خب من وقتم مثل این که به انتها رسیده یه اشاره در آغاز به این اجتماعات بزرگ کردم و خوشبختانه در بین مسلمان ها هم گرچه بین ما ایرانی ها من کمتر دیدم و باید کردیتش رو با به دوستانی که برگزار کننده این جلسه بودن باید داد ولی در سطح خارج از خودمون همین چند وقت پیش ایسنا که آشنا هستین Islamic Society of North امریکا اینها کانونشن های خیلی بزرگی دارن در سینسیناتی بود چند ماه قبل و دفعه بعدش هم در یوستن تگزاس هست هزاران نفر هم شرکت میکنن اون هم در واقع بخش های مختلفی داره بر حسب موضوعات چه حالا یا مسائل مختلف مربوط به مسلمان ها رو دارن رسیدگی میکنن آرزو میکنم که برحال این تجربه نخستین باعث بشه که در آینده بتونیم در موضوعات فرعی هم این مسئله رو باز بکنیم بتونیم در زمین های مختلف اندیشه ای اسلامی خیلی گسترده تر حتی سیار در بعضی از ایالت ها این فکر رو توسعه بدیم الله بتونیم ما هم حالا گام به گام یواش یواش به دنبال این تجربیاتی که جوامع پیشرفته کردن بتونیم اون چیزی که بهش باور داریم توسعه بدیم و نوگرایی بیشتر بکنیم خیلی متشکرم از توجه سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم البته قصد منم در واقع همین اوراقی است که در دست شما هست من نمیخواستم به صورت اسلاید باشه خیلی لوتک و یه چیزی هستش که خوب در نظر داشتم که بعد هم به این نگاه بکنید شاید فکر بکنید و از این وسیله استفاده بکنید شاید برخی نکاتی روی که اینجا عرض میکنیم بالاخره موجب تفکر در آینده بشه حقیقتش این استش که من موضوع سخنرانی بند یک برنامه جامع برای نواندیشه دینیه یعنی نواندیشه دینی در ایران باید چه مختصاتی داشته باشه نواندیشان باید به چه مسائلی فکر بکنن من شاید 15 سال هستش که از کلا به مفهوم روشنفکر دینی اعتقاد ندارم دیگه به نظر من این عبارت از محتوا خالی شده ولی نواندیشی دینی رو چرا؟ من بیشتر روشنفکرها رو به انهای دیگری تقسیم میکنم به روشنفکر بومی و جهان شهر در ایران که اون بحث متفاوتیه ولی به نواندیشی دینی ایمان دارم اعتقاد دارم و من خیلی احتمام دارم به این مسئله و موضوع سخرانی هم بنده هم این هستش که چه مختصاتی چه چه مسائلی رو روشنفکری دینی باید بهش بپردازه و حل بکنه و اینها به نظر من نخص یک تئوری جامعه شناسانه برای جای دین در دنیا، به صلاح ایران آینده سکولار خواهد بود یعنی جای دین در جامعه باید کجا باشه در این مورد که مورد اون جدل اول هست صحبت خواهیم کرد دوم اینکه یک طرح جامع و هماهنگ برای بازسازی و بهسازی دینی باید ارائه بکنه روشن فکر دینی و سوم اینکه باید مباحث کلامی جدیدی رو بهش بپردازیم ما باید نواندیشی دینه در مورد خدا، قرآن و وحی تفکر بکنه و راهحلهایی رو ارائه بکنه که در عین سازگاری با فلسفه دین، انسانشناسی مدرن، جامعه شناسی بروز در این حال تقلیل نباشه، راستکش نباشه و تقدس نباشه. دیگر اینکه یک تئوری پیشینی اسلام به عنوان یک دین تاریخی باید ارائه بشه توسط نواندیشی دینی و در نهایت تفکیک و تدقیق یک تفکیک و تدقیق باروری از اون, اون تقسیمی که آقای دکتر سروش در مورد ذاتی و عرضی در دین کردن باید انجام بشه به نظر من تقسیم و بحث بسیار خوبیه ولی نباید سترون بمونه باید این, این رو بارور بکنیم و به نظر من نواندیشی دینی میتونه از این تقسیم بین ذاتی و عرضی در دین استفاده های بسیار بکنه در مورد اون مورد اول جای دین در جامعه کجاست در این مورد من خواهش میکنم شما به جدول اول مراجعه بفرمایید در جامعه وقتی میگیم جامعه در واقع ما چهار هیته رو باید در نظر بگیریم این چهار ستونیه که در مقابل ما قرار دارن یا هیته خصوصی یا جامعه مدنیه یا جامعه سیاسی یا دولته جای دین در کجا باید باشه در این مورد اختلاف هست و این اختلاف در واقع در این خط ها شما میتونید ببینید اولین موضع موضعی است که من بهش میگم لایسیته قبی که این در واقع دین ستیز هست و میگه جای دین در هیچ جا نیست دین رو باید مغز انسان رو باید بپالاییم و از دین توهی بکنیم و اگر قدرت دولت به دست ما افتاد با استفاده از قدرت دولت باید با دین مبارزه بکنیم و که مثل خیلی از افرادی که نمونش رو هم آقای مهندس بازرگان فرمودن میگن که اصلا دین موجب تهجر و خشکی مغز و اینها ما این رو باید از خودمون دور بکنیم موزه دوم موزه لایسیتی که ب... موزه که من بهش میگم ضعیف و اون میگه که در هیته خصوصی اشکال نداره دین باشه شما تشریف ببرین در منظر خودتون درا رو ببندین هر کاری میخوایم بکنیم، به هر چی داشته باشیم ولی به ما در مورد اعتقادات خودتون نگین لطفا ساکت باشین در جمع در جامعه مدنی صحبتی نکنین چه برسه به جامعه سیاسی و چه برسه به دولت موزه سوم اصلاحگری قویه و این موضعی که میگه هیته خصوصی و هیته و جامعه مدنی جای دین میتونه باشه شما میتونید اعتقاد خصوصی داشته باشین در جامعه هم میتونید در مورد ارزش های دینی صحبت بکنین سخن بگین ولی وارد جامعه سیاسی نشید و جامعه وارد دولت هم نشید موزه بعدی اصلاحگری ضعیفه که میگه هیته خصوصی جامعه مدنی و جامعه سیاسی جای دین هست اصلاحگری ضعیف معتقد نیست که ما دین باید بیا جامعه رو بگیره بلکه معتقد به این هستش که علاوه بر حیطه خصوصی و جامعه مدنی متدینین حق دارن و در واقع وظیفه دارن که احزاب دینی تشکیل بدن و از اون طریق اگر با قبول بازی قواعد بازی دموکراسی اگر رأی آوردن اون وقت بندیات خودشون رو اجرا بکنن و بعد قوی ترین مواضع موزه بنیادگریه که بنیادگراییه که میگه در واقع هیته خصوصی جامعه مدنی جامعه سیاسی و دولت رو دین باید اشغال بکنه و در واقع باید در همه جا حاضر باشه شما آ... در واقع به این موازه وقتی نگاه میکنین فکر میکنم که همتون شاید به این فکر باشید که موزه خود شما چیه و در واقع هدف منم همینه که این بحث رو ما شروع بکنیم که واقعا به نظر ما جامعه در جامعه آینده ایران دین باید در کجا قرار بگیره به نظر من اون موزه اول ما موزه آخر خیلی محل نزاع نیست اون لایسیته قبی در دنیای مثلا قرن بیستم دو بار صورت واقعی به خودش گرفته در جوامع کمونیستی و در جوامع پوزیتیویستی در بلوک شرق دولت رسما با دین مبارزه میکرد در جوامع پوزیتیویستی هم که در ج... آمریکای لاتین آمریکای جنوبی شکل گرفتن دولت ها در, در بعضی بره ها عملا دین ستیز بودن میگفتن دین چیز مزریه و باید از میان بره و مجازات میکردن افراد و کلیسه ها رو میبستن و معابد رو میبستن و حال خشن برخورد میکردن ما در ایران در واقع اونجا این دوتا موزه نه خیلی اهل بحث هستند. و نه اینکه واقعا اونطوری طرف طرفدار دارن در جوامع مثل این جمع که ما نشستیم فکر نمی کنم. خیلی افرادی باشن اون موزه اول و آخر رو معتقد باشن ولی اون سه موزه وسط اون سه خط وسط اینجاست که محل نزاعه که هر کدوم از ما باید تصمیم بگیریم که کجا به نظر ما دین رو ما باید کجا بگذاریم در مورد بنیادگرایی سه مظهر داره در جامعه اسلامی به صورت خلص خالصش مثلا در نظام داعش ما این رو میبینیم دولت اسلامی این رو میبینیم با یک ملغمه با دموکراسی در ایران میبینیم با یک ملغمه با دولت اشایری و قبلی در عربستان این رو میبینیم ولی در عمل الان جوامع اسلامی باید در این مسئله تصمیم بگیرن اصلاحگری ضعیف رو مثلا موز... مورد شما در ترکیه میبینیم که احزاب اسلامی وجود دارن با قرایت قوانین دموکراسی بالاخره میان و حکومت رو به از خودشون میدونن اینجا من وارد این بحثه میخوام بشم ولی به نظرم من بحث خیلی باروریه من عرض میکنم خدمت شما که موضع خود من چیه؟ موضع خود من اصلاحگری قویه من معتقدم جای دین در حیطه خصوصی و در جامعه مدنیه ولی من نمیپسندم که دین بیاد متدینین بیان حزب درست کنن البته اگر کسی بگه حق ندارن حزب درست کنن این یا حتی اگر کسی بگه مثل لایسیته ضعیف که حق ندارن اظهار بکنن اینا با قواعد جامعه دموکراتیک نمیخونه همه حق تجمع دارن و حق آزادی بیان و آزادی اعتقاد دارن مسئله این هستش که من صلاح نمیبینم با توجه به شرایط خاصی که در ایران وجود داره با تجربه ای که ما داشتیم عدم اعتمادی که در جامعه هستش من معتقد نیستم که مسلمان ها باید حزب تشکیل بدن و این رو من نمی پسندم شخصا البته بحث خیلی خوبی دوست دارم این بحث رو داشته باشم با دوستان که چرا من اون موزه دوم و موزه چهارم رو نمی پسندم ولی به نظر من راه باید از این طریق حرکت بکنیم ما این رو حالا شاید در قسمت پاسخ به سوالات و اینها بتونیم بهش مقدار بپردازیم کلا من میخوام اینو عرض بکنم خدمتون در یک در واقع یه فوت نوت یه حاشیه دفاع از موضع خودم این هست که در واقع رفرم در خلع صورت نمیگیره ما الان فکر باید فکر کنیم در کجای تاریخ قرار داریم الان ما در دوره قرار داریم که جامعه شناسی دین بهش میگه دیسکولاریزیشن یا دی ناخصوصی شدن و در واقع ناعرفی شدن دین الان در از دهه دو دهه آخر قرن بیستم تا امروز که ما جمع شدیم دین در حال بازگشت به هیته عمومیه در حال بازگشت به هیته سیاسیه ما در همه ادیان دنیا در مسیحیت در یهودیت در اسلام در آین هندو در آین بودایی ما شاهد این هستیم که دین به هیته اجتماع بازگشته در واقع جامعه شناسانی که تقریبا 100 سال پیش اگر اینجا مثلا دور هم جمع می شدن همه میگفتند دین از میان خواهد رفت و خواهد خشکید و نابود خواهد شد به استثنای دو نفر پارتو و دتوکویل که در واقع اینا بیشتر علمای متفکرین سیاسی بودن و فیلسوف بودن و تاریخدان تا جامعه شناس ولی نوعا همه معتقد بودن دین از میان خواهد رفت ولی امروز دین بازگشته به این بازگشت دین الزامن خبر خوبی نیست برای افرادی که متدین هستند و میخوان مدرن واقعی بمونند برای اینکه دینی که بازگشته دین مدرن و دین اصلاحی نیست بی دین بنیادگراست و ما از دهه هشتاد به بعد در قرن بیستم تا امروز میبینیم که در اسرائیل در آمریکا در کشورهای در, 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 کشورهای اسلامی در هند حتی کشورهای بودایی ما بی میبینیم که دین بازگشته و نه دینی که خودش رو با اصلاح با رفرم با دنیای مدرن میخواد هماهنگ بکنه صورت نهادینه گرفته دولتها رو در دست گرفتن در همین آمریکا در انتخابات ما الان خیلی فرق میکنه با انتخابات قبل از دهه 80 در آمریکا یک کسی مثل آقای ترامپ هم ادعای مذهبی بودنش میشه یعنی ناچاره که این ادعا رو بکنه وگرنه انتخاب نمیشه و از خانم هالری کلینتون وقتی میپرسن که شما بهترین کتابی که به عمرتون خوندین چیه میدونین چی گفتن دیگه گفتن کتاب مقدس در واقع دین به هیته سیاسی بازگشته و این این رو ما باید در نظر داشته باشین در ایران تفاوت تبدیل کمی به کیفی خیلی سریع انجام میشه ما باید آماده باشیم وقتی که وقتی که لازم شد که در مورد نقش دین در جامعه آینده ایران صحبت بکنیم باید بدونیم که چی میخوایم بگیم و من معتقدم این بحث بسیار باروری خواهد بود که ما این رو انجام بدیم برخلاف بسیاری از منتقدان دین در حیطه عمومی دین اتفاقا در حیطه عمومی در قرن بیستم همیشه نقش منفی نداشته در مبارزه با دو جریان انحراف چپ و راست از مدرنیته لیبرال دموکراتیک یعنی در جریان فاشیسم و در جریان کمونیسم در لهستان و بار دیگر در برزیل و در بعضی کشورهای دیگر آمریکای لاتین میبینیم که این کلیسای کاتولیک بود که در مقابل هم مارکسیست در یک جبهی و در هم در مقابل فاشیزم خونتاها ایستاد و تونست اونها رو شکست بده نمونه اخیرش در دنیای اسلام در اندونزی که احزاب اسلامی نقش اساسی در بازگرداندن دموکراسی به اون کشور داشتن اینی که واقعا اینی که ما میگیم دین در حیطه عمومی میتونه که دین یک نقشی در حیطه عمومی داشته باشه منتها این نقش به نظر من باید نقشی باشه که در جامعه مدنی خودش رو نشون میده میتونه شکل سیاسی به خودش بگیره ولی من باش شکل حزبی گرفتنش شخصا مخالف هستم و حاضرم دلایل خودم رو هم در بحثی که صورت بگیره ارائه بکنم موزه سو، مسئله سوم یک طرح جامع و هماهنگ باسازی و بهسازی که این بحثی هستش که محمود برادرم در مقالات خودش بهش اشاره کرده در واقع این در اون جدول بعدی من بهش میپردازم به نظر من باسازی و بهسازی دوتا چیز متفاوت نیستن در واقع اینا دو تا لحظه مختلف از دیالکتیک نواندیشی دینی هستن در واقع به نظر من وقتی فرد داره به سوی حقیقت میره حقیقت دین میره این حرکت بازسازیه ولی وقتی که می در یک جایی و باز میگرده به سوی مردم یعنی از خلق به حق نه از حق به خلق باز میگرده این لحظه بهسازیه و در واقع روشنفکران متعهد در این مورد بازسازان و بهسازان در واقع باید در به هر دوی این جنبه ها احتمام بکنن به نظر من در اپلیکیشن این به حیطه دین در اون خط اول نبی و ولی هست نبی به در واقع ببخشید اینا رو برعکس میشتم اول ولی و بعد نبی و در مرحله پایینتر در مرحله روشنگران عارف و روحانی این بحثی است که من در کتاب جامعه شناسی روشنفکران انجام دادم اینجا واقعا فرصت نیستش که کاملا بهش بپردازیم ولی به هر حال من معتقدم به سنتز اینو ما باید سنتز ارائه بکنیم فقط با سازی و فقط بهسازی به خودی خود امکان پذیر نیستن اینها رو ما باید ما تلفیق بکنیم با هم دیگه مسئله سومی که نواندیشی دینی باید بهش احتمام به برزه کلامی فلسفی و روانشناسی در مقا... مورد خدا قرآن و وحی هست ما باید اینها رو نو آوری بکنیم و اینها رو با زبانه، با زبانی که قابل طبقه بندی و فهم در روانشناسی مدرن و جامعه شناسی مدرن و فلسفه دین مدرن باشه بیان بکنیم منتها باید آگاه باشیم که اگر شما نواندیش دینی به عنوان نواندیش دینی صحبت میکنید اینها باید تقلیدگرا نباشه و تقدس زدا نباشه من شخصا فکر ویلیام جیمز و کارل گوستاو یونگ رو در زمینه وحی میپسندم و سخنان کانت و روسو رو در مورد لزوم فرض خدا و لزوم یک دین مدنی در جامعه در کتاب امیل روسو در فصل چهارمشون فصل ایمان سوویارد ویکارد و در فصل آخر کتاب قرارداد اجتماعی در مورد دین مدنی صحبت اونجا میکنه روسو که فرصت باز کردنش نیست ولی اینها رو ما باید در نواندیشه دینی لحاظ بکنیم و در موردش مطالعه بکنیم نه اینکه بپذیریم کاملا ولی اینها مطالبه بسیار مهمی است که با ما باید بهش بپردازیم مسئله چهارمی که ما باید بهش بپردازیم در نواندیشه دینی یک تئوری پیشینی اسلام به عنوان یک دین تاریخی اسلام در میان سایر ادیان ما در مورد یک اشکالی که به نظر من ما در ایران وجود داره بین هم نو دینی هم منتقدین غیر متدین این است که خیلی کم مقایسه ای فکر میشه و که خیلی کم تاریخی فکر میشه فقط در مورد رابطه دین و دولت ایران رو در نظر میگیریم اونم ایران معاصر رو تو گویی تاریخ وجود نداره جغرافیان وجود نداره ما باید همه این کارها رو به صورت مقایسه انجام بدیم تصور من این هستش که در واقع اه اه تفکیکی که به عنوان تحول محوری در ادیان معروف شده توسط کارل یاسپرس فیلسوف فرانس... آلمانی این رو من خیلی بارور میدونم و در واقع سخن از این است که یه وقتی بود که ادیان فقط قبیله‌ای بودند و هدف دین و دین در واقع نام دیگری برای اجتماع بود و هدف رابطه انسان و فضای قدسی در واقع قربانی کردن و یک رابطه بدوبستان اینطوری بود ادیان قبیله ای بودند جهان شمول نبودند رحمت جهانی وجود نداشت خدایان فقط به اون قبیله خاص نظر داشتند و یک تحولی رخ میده در همه دنیا تقریبا در یک زمان خاصی ۸ قبل از میلاد ولی تا بعد از میلاد هم ادامه داره در واقع ادیان مابعد محوری ادیان اخلاقی میشن قبل از اون اخلاقی نبودن فقط هدف از دین این بوده که مثلا قربانی کنن برای خدا و خدا مثلا اون خدا یا الهه در مقابل این قربانی یه پاسخی بده به اون مؤمن و به اون رو همیاری و کمک بکنه و این تغییر اساسی رخ میده به نظر من مسیحیت و اسلام قطعا ادیان ما بعد محوری هستند ادیان فراقبیله ای هستند و به این دلیل دقیقا ادیانی هستند که نمیتونن کالت اف استیت باشن نمیتونن اسم دیگری برای جامعه باشن در واقع جدا کردن دین و سیاست در ذات و کنه ادیان مابد محوریه منتهای مراتب این است که چه در مسیحیت و چه در اسلام جامعه هنوز آماده نیست برای این تفکیک برای این تفکر جهان شمول و لذاست که باز میگرده و دوباره دین سیاسی میشه و دوباره دین تبدیل میشه به یک کالت به یک فرقه دولتی به نظر من حقیقت این استش که تنها در دوره مدرنیته هست یعنی در دوره‌ای که ما الان بهش میگیم نواندیشی دینی ولی در واقع این کن حضات و, و در واقع اصل ادیان مابعد محوری من جمله اسلام است که اینها باید از هم تفکیک شده و جدا باشن برای اینکه واقعا دین دولتی با اون اه اهداف ادیان مابعد محوری اصلا نمیخونه این است که این بحثی است که ما رو منتقل میکنه به داستان ذاتی و عرضی در اسلام اینی که عرض کردم این ذات اسلامه این ذاتی و عرضی رو من یک توضیح خیلی کوتاهی میخوام بدم ذاتی و عرضی به این معنی نیستش که یکیش بده یکیش خوبه یا مثلا اون چیزایی که ذاتی ما باید نگه داریم عرضی ها رو با یک تیشه و تبری جدا بکنیم حرس بکنیم اون عرضی ها رو بندازیم دور ذاتی ها رو نگه داریم به نظر من رابطه ذاتی و عرضی در همه ادیان در واقع رابطه ظرف و مظروفه رابطه جام و مدامه اینها در واقع وقتی که اسلام ابتدا نازل میشه این مظروف در ظرف جامعه قبلی عربستان ریخته میشه اون شکل رو با خودش میگیره در واقع عرضیات از همون ابتدا در دین هست و اون در واقع مختصات اون جامعه است. آقای فضل رحمان که موضوع سخرانی بعدی هستش این مسئله رو خیلی خوب بیان میکنه میگه اسلام عبارت از اون ب... از برخورد اون وحی با جامعه موجود عربستان در اون موقع ما باید بریم ببینیم که اون وحی اگر با جامعه امروز برخورد میکرد چه نتایجی رو به بر... بار می آورد این از نوآوری های بسیار جالبه فضل رحمان هستش مرحوم فضل رحمان و در کتبش مثلا میگه این اعلان قدرت قرآن فهمیده نشده در تاریخ تفسیر قرآن بیشتر افراد مفسرین خیلی جز به جز رفتن فکر نکردن که در واقع پیام قرآن اون قدرت قرآن در این جزئی جزئی کردن جزئی جزئی نگاه کردن به گوشه های قرآن از میان میره ما اون رو اگر کشف کردیم اون وقت میتونیم خیلی مشهور میگه که ما باید هر مسلمانی باید اینطور فکر کنه که قرآن به اون نازل شده اینجاست که ما در واقع ذاتی و عرضی رو اینطوری باید نگاه بکنیم و بعد یک یک عرضیاتی در صدر اسلام وجود داره در واقع اینطوری نیست که اینطوری که بنیادگره ها فکر میکنن این سلفی ها فکر میکنن که اصل اسلام اون بوده ما باید برگردیم به اون در واقع در همون صدر اسلام هم ذاتی و عرضی وجود داشته اون عرضیات عبارت بوده از اون مختصات و فرهنگ جامعه عربی که اسلام ناچار بوده به عنوان یک پدیده انسانی مقداری از اونها رو بپذیره یک اسلام عرضی داریم در قرون میانه که اسلام فلاسفه هستش و اسلام عرفا هستش اونم با عرضیات خاص خودش و یه اسلام عرضی و ذاتی در حال حاضر داریم در واقع نواندیشی دینی جز این نمیتونه باشه که ما عرضیات جامعه کنونی رو مثلا زندگی فردانی رو قبول کرده جامعه مدرن که هر فرد حقوقی داره قبول کرده که زن و مرد نباید از هم حقوقشون فرق بکنه خیلی ساده تر برای نخستین بار ما دردگی نداریم در جامعه جدید در جامعه قدیم در یک کلمه به صورت مستقیم نه در قرآن نه در کتاب مقدس در لغو بردگی وجود نداره اصلا غیر قابل تصور بوده امروز بردگی وجود نداره در دنیا امروز برابری وجود داره امروز ما در یک جامعه قبیله زندگی نمی کنیم. یک لحظه از زندگی پیامبر اسلام بدون فهم سیاست قبیله ای عربستان قابل فهم نیست یعنی ما واقعا تریبال پالیتیکس اون موقع رو اگر بذاریم کنار اصلا زندگی پیامبر اسلام غیر قابل فهم میشه اون دنیایی که اون چارچوبی که اصلا وجود نداره دیگه الان الان ما به عنوان افراد در دامه جامعه مدرن هستیم این هستش که من خیلی مفصل در این زمینه تحقیقاتی کرده بودم و اینجا هم آماده هستم که اینها رو عنوان بکنم متاسفانه وقت من اجازه این رو نمیده انشاءالله در قسمت آینده اینها رو بحث میکنم اگر که سوالی بود کلا اسلام میاد به اون عرب جاهلی رو در واقع گشتی ایجاد میکنه در جامعه عرب جاهلی و اسلام که میاد در واقع جاهلی هم نه معنی که اونایی چی نمیدونستن در واقع فرهنگی بوده متا در واقع یک فرهنگ قبلی بوده که شاید بهترین انبانی که امروز میتونیم براش پیدا بکنیم شووینیسمه یکی نوع شووینیسم وجود داشته و اسلام این شوبینیسم رو تبدیل میکنه این فخر و تبرج جاهلی رو تبدیل میکنه به تسلیم ت... که درست از نظر اخلاقی دو نقطه مقابل اون زندگی همراه با فخر مردانه عربیه و این رو ما در آیات قرآن میبینیم این را هم باید تذکر بدیم که اسلام در واقع عقیده که وقتش رسیده بوده یک زمانی که پیامبر اسلام ظهور میکنه قبلش ما یه پدیده داریم به نام حلف الفضول یک کسی میاد در مکه یه چیزی رو به یک کسی میفروشه و اون پولش رو میخوره و این هیچ ج... چاره ای نداشته برای اینکه یک قبیله ای نبوده از این حمایت بکنه و میاد میره و یک چهل نفر از سران قبیل قبایل مکه که البته بنی امیه خیلی کم بودن در این بنی هاشم خیلی زیاد بودن به پیامبر اسلام هم این قبل از اسلامه عضو این حلف الفضول بود, بود, میشه در واقع فکر ماوراء قبیله ای فکریه که در واقع داره شروع میشه در عربستان به اسلام وقتی میاد سعی میکنه فکر ماوراء قبیله ای رو بیاره به زندگی پیامبر در مکه و زندگی پیامبر در مدینه همش هرچند اسلام سعی میکنه که ورای این فکر قبیله ای بره ولی مدام در اون مذهب این جریان داره و بعد از پیامبر اسلام هم در قضیه صقیفه بنی ساعد ما ببینیم تنها سخنی که وجود داره اینه که از کدوم قبیله چی باید جانشین پیامبر بشه در واقع اون و بعدم که بنی امیه و بنی عباس و اینا میان در واقع این پروژه ماوراء قبیله ای اسلام این ترانس ترایبال یک صورتی به خودش میگیره ولی در واقع پدیده در واقع موفق نمیشه و تا امروز روز هم که شما میبینین در دنیای عرب نظام قبیله ای خیلی ادامه داره تنها در جامعه مدرن هست که ما میبینیم این امکان وجود داره که ما در ورای اینها بریم اینه که نوع اندیشه دینی به نظر من از یه جهت جهتهایی در واقع نو نیست از یه جهتهایی کمک میکنه که به اسلام و ادیان ما بعد محوری. یعنی همه ادیان یا بعد از تحول مهوری اومدند یا مانند هندویی آین هندو و آین یهودی قبل از تحول محوری بودند ولی با تحول مهوری تفاوت محوری پیدا می‌کنند آین هندو قبل از اوپانیشادها و بعد از اوپانیشادها یکی نیست آین یهود بعد از دوره نبیوم و قبل از اون یکی نیست در واقع به نظر من این نوع اندیشه دینی به هه در یک حدودی در واقع سعی میکنه که ادیان رو به اون اهداف اصلی خودشون نزدیک بکنه و به اونها برسه وقتی من تمام متشکرم با نام و یاد خداوند خدمت خانم های نرجمن سلام عرض می کنم اولا مایلم که از حضور دوستان گرامی در این جمع سپاسگزاری کنم به سهم خودم و همچنین از برگزار کنندگان این جمع بسیار خوب موضوع سخن من همونطوری که به اطلاع دوستان رسیده است بحثی است درباره منطق یا نظریه اصلاح اندیشه دینی در اسلام که در آرا و اندیشه های فضل الرحمن متفکر و اسلامشناس پاکستانی آمریکایی مطرح شده است فضل رحمان نقش مهمی در فضای فکری و اندیشه دینی در پاکستان و بعدا در امریکا ایفا کرد از بنیانگذاران مطالعات علمی اسلامی در امریکاست و درهای پایان عمر خودش رو به عنوان استاد دانشگاه شیکاگو در امریکا به ترویج تفکر علمی درباره اسلام گذراند و نقش مهمی در شکل گیری در تربیت استادهای این رشته در دانشگاه های امریکا و در سایر کشورهای در بعضی کشورهای اسلامی خصوصا اندونزی مالزی و تونس ایفا کرد در جامعه ایرانی هم تا حدی این انعکاس آثار اندیشه های فضل رحمان رو میتونیم ببینیم ولی به گمان من حق آرای اون چنان که میباید به خوبی شناخته نشده است فضل رحمان به توضیحی که عرض خواهم کرد از چهره های برجسته نو اندیشه دینی در جهان اسلام است و او رو میتوان از چهره های مدرنیست از بسلا اصلاحگران مدرن اندیشه جهان اسلام دانست و از این جهت از پیش است که به گمان من نقش مهمی در شکلگیری گیری یک رویکرد علمی مدرن نسبت به تاریخ و اندیشه اسلامی ایفا کرده است از موضع و منظر یک فرد باورمند به با آین اسلام فضل رحمان البته مثل بسیاری از مسلحان و متفکران اسلامی معاصر ذهنش دقلقه خاطر ذهنش البته مسئله زوال جوامع و اندیشه اسلامی بوده است و از خودش می پرسید که علت این رکود و زوال چه بوده است فضل رحمان معتقد است که عامل اصلی رکود و زوال در جامعه اسلامی رو نباید غلبه غربیان بر جوامع مسلمان دانست اونجوری که بسیاری از افراد تحلیل می کنند به گمان او غلبه غربیان بر جوامع اسلامی از جای آغاز شد که در واقع نتیجه یک فرایندی بود که از مدتها پیشتر آغاز شده بود و اون عبارت بود از زوال عقلگرایی در جوامع اسلامی از نظر فضل الرحمن این مهمترین عاملی است که به رکود و زوال جوامع اسلامی انجام میده است او معتقد است که تسلب فکری جایگزین کردن تعلیق نویسی بر تعلیقها به جای تفکر علمی انصداد باب اجتهاد قلبه تقلید بر تحقیق اینها از جمله مهمترین عواملی بوده است که جامعه مسلمانان رو به رکود افکنده است به اعتقاد او البته دو عامل اصلی بود که به زوال عقلگرایی در جهان اسلام انجام می یکیش قلبه حدیث گرایی بود و دیگری تصوف یا رویکردهای صوفیانه شیوع عرفان که خصوصا از طریق خارداشت عقل و تلقی کشف به مسابقه راه اصلی به معرفت واقعی و حقیقی در واقع راه رو برای تخفیف و خارداشت عقل در جامعه اسلامی گشود. این بحث است که فضل الرحمن به تفصیل در اون کتاب احیا اصلاح در اسلام خودش مطرح کرده است. فضل الرحمن مایل است که موضع خودش رو در میانه دو جریان در جهان اسلام تعریف کند. او از یک سو اصلاحگران مدرن نظیر محمد عبدو و سرسید احمد خان رو ستایش می کند به خاطر اینکه دریافته بودند که, در بودن که جوامع اسلامی اندیشه اسلامی نیاز به اصلاح و تغییر دارد و معتقد بود که تشخیص این افراد درست است و جوامع اسلامی اگر مایلند که از وضعیت کنونی خود بدرایند باید این نیاز را به رسمیت بشناسند و برای جبران و او بر حال چاره بی از طرف دیگر فضل رحمان کسان دیگری رو که در قطب مقابل این نوع اندیشان نوگرا بودند هم می کسانی مثل حسن یا ابوالعلای مودودی و معتقد بود که این افراد به واسطه مقاومتی که در برابر افرادگری های جریان مدرنیسم اسلامی انجام دادند و از اسلام در برابر حجوم سکولاریسم دفاع کردند در خور ستایش هستند. خود او ولی در مجموع معتقد بود که این هر دو گروه از یک نقصان مشترک رنج میبرند و اون نقصان مشترک این است که هیچ یک از این دو گروه یک روش منسجم نظاممند برای حل مسائل و مشکلات جهان اسلام ارائه نکردند همه اینا یه مواردی هر وقت که با مشکلی مواجه می‌شدن سعی می‌کردن که برای اون مشکل خاص یک راه حل موردی بیندیشند بدون اینکه توجه بکنند که در یک کل سیستماتیک باید با مشکلاتی که جوامع مسلمان در جهان جدید با او روبرو هستند معامله بکنند فضل و رحمان از جمله از منتقدان جدی پروژه احیای دین است او معتقد است این ایده که باید اندیشه دینی رو احیا کرد اندیشه خطرناکی است این ایده بازگشت به عرض کنم که اسلام صدر یا احیاء سنت و دین در قالب موارد به معنای این استش که نهادها و اندیشه های پیشین رو به قلم روی جهان جدید بدون هیچ نقد و انتقاد تحلیلی برگردونیم و فضل رحمان معتقد بود این تلاش یعنی اینکه نهادها و ایده های سنتی رو بدون هر گونه تفکر انتقادی به میدان جهان معاصر درآوریم این به خیلی خیلی کار خطرناکی است و نهایتا چون جوامع به این تلاش احیاگران پاسخ نمیدهند در مجموع احیاگران برای تطبیق آرمانهای خودشون بر جهان معاصر نهایتا تلاش خواهند کرد که به زور این جوامع رو تغییر بدهند تا با ایده هایی که اونها از پیش دارند سازگار بیفتند فضل رحمان خودش معتقد است که نخستین گام در راه اصلاح اندیشه دینی این است که ما یک نگاه انتقادی به تحولات حقوقی، کلامی، عرفانی در اسلام و نگاه انتقادی داشته باشیم و بر مبنای این نگاه انتقادی یک الهیات جدید یا گاهی وقتا به تعبیری که او به کار میبرد یک متافیزیک اسلامی مبتنی بر قرآن رو تشخیص بدیم فضل رحمان به طوری که حالا بیشتر هم اشاره خواهم کرد به کررات و در نوشته های متعدد خودش ادعا کند که قرآن رو نباید یک کتاب قانون تلقی کرد. این خطای فاهشی است. به تأکید میگرد قرآن کتاب قانون نیست. از نظر او گوهر و ذات اصلی پیام قرآنی در آموزه های اخلاقی نهفته است، به این اعتبار است که او رسالت خودش رو تلاش برای احیاء روح اخلاقی قرآن و صورتبندی یک اخلاق قرآن محور تلقی میکرد او معتقد بود که اگر شما نتوانید آموزه ها و ایده ها و انگیزه های اصلی اخلاقی رو که در متن قرآن نهفته است استخراج و احیا بکنید شما نمی نظام حقوقی اسلام رو اصلاح بکنید هر گونه اصلاح جدی در ساختار نظام حقوقی اسلام منوط به تشخیص یعنی منوط به سامان دادن یک نظام اخلاقی قرآن محور است اون احیای اخلاقی مقدم بر اصلاح حقوقی است اما البته صورتبندی یک نظام اخلاقی قرآن محور و به روز کردن تعالیم و حقوق اسلامی بدون یک شیوه یا روش مدون و سیستماتیک ممکن نیست به همین دلیل است که یکی از مهمترین دقدقه های فضل و این بود که ما چگونه می توانیم در این حال که روح و گوهر اندیشه ی اسلامی تجربه ی اسلامی در طول تاریخ این دین رو محفوظ می داریم و محترم می شماریم این دین رو با اقتضاعات جهان جدید جامعه مسلمانان آشتی بدهیم چگونه میتوان به چه روشی میباید به سراغ منابع اصلی معنویت و اندیشه در جامعه اسلامی رو کرد و چگونه این ذخایر رو متناسب کرد با اقتضاعات و نیازهایی که در جهان جدید داریم فضل رحمان دو توصیه اصلی مقدماتی می کند پیش از اینکه به تفصیل نظریه خودش رو و روش شناسی خودش رو صورت بندی بکند نکته اول این است که میگوید که ما برای این که بتونیم چنان نظام اخلاقی رو صورت بندی بکنیم نخست باید تفکر فلسفی اصیل رو در اسلام احیا بکنیم یکی از مهمترین انتقادات فضل الرحمن این بود که اندیشه فلسفی در جهان اسلام به محاق رفت حتی امروز هم که ما در جهان معاصر به منابع فلسفی خودمون مراجعه میکنیم مثلا در دپارتمان های اسلام شناس و غیره بیشتر به مصابه گزارش تاریخی به سنت فرهنگ فلسفی خودمون نگاه میکنیم کمتر وارد یه گفتگوی علمی جدی خلاقانه با اندیشه های فلسفی خودمون میشیم و تلاش میکنیم که اون اندیشه ها رو با پرسش ها و جریانات فلسفی معاصر پیوند بدیم به همین دلیل است که تفکر فلسفی اسلامی با جریانات جاری و به روز تفکر فلسفی فاصله فاهش داره و در دپارتمان های فلسفه امروزه اندیشه فلسفی عمدتا به عنوان بخشی از تاریخ فلسفه مطالعه می شود نه به عنوان بخشی از یک جریان زنده و جاری در تفکر فلسفی برحال فضل رحمان معتقد است که بی توجهی مسلمانان به تأثیرات و توانایی های فلسفه نتایج بسیار مهلک و زیانباری بر اندیشه و زیست مسلمانان برجا داشته است اما احیای تفکر فلسفی تنها مقدمه ضروری برای احیا و اصلاح اندیشه دینی در اسلام نیست. به نظر او یکی از مهمترین تجلیات بکارگیری روش فلسفی در حوزه و قلم روی دین عبارت است از نقد تاریخی. فضل رحمان رو باید از چهره های مهمی دانست که کوشی پای نقد تاریخی رو به حوزه تفکر و اندیشه اسلامی بگشاید البته کسان دیگری مثل محمد ارکون و دیگران هم بودند که از داعیه داران نقد تاریخی در سنت اسلامی بودند اما فضل الرحمن تلاش میکند تا حدی فاصله خودش رو با این گونه متفکران حفظ بکند برای اینکه معتقد است که نظریه نقد تاریخی که این افراد پرداخته اند کمتر از دل گفتگوی با سنت اسلامی و روشناسی تاریخی که در اسلام وجود داشته است برآمده است و معتقد است شیوه ای که او از او به عنوان نقد تاریخی یاد میکند در عین اینکه با دستاوردهای متفکران معاصر و بیگانه نیست اما در یک گفتگوی سازنده با سنت اسلامی شکل گرفته است در سال 1979 او در مصاحبه‌ای که با روزنامه شیکاگو سان تایمز داشته گفته است که به این نقل قول از اوست تمام فقرات قرآن برآمد از دل موقعیت عینی و خاص است هر مشکل خاصی که پیش می آمد محمد به آن پاسخ میداد. پس زمینه پاسخ پیامبر در شعن نزول آن آیات آمده است. من اعتقاد راسخ دارم که مسلمانان مدرن باید این شعون یا موقعیت های خاص را بررسی و مطالعه کنند. چرا که پویایی ایمان را در آنجاست که می توان یافت. مسلحت عقلی یعنی دلیلی که در پس قوانین نهفته است گوهر اصلی آن فقرات وحیانی است. شما میبینید که در واقع نگاه تاریخی رو فضل رحمان دعوت میکند در مقام فهم کلام الله در کلام مقدس خب اما روش شناسی یا نظری یا تحلیلی که فضل الرحمن پیشنهاد می کند برای اصلاح اندیشه دینی در اسلام چه بوده است؟ من در اینجا مایلم که به شش عنصر اصلی در نظریه او به اختصار اشاره کنم و بعد به اختصار توضیح میدم حداقل در یک مستاق که چگونه او تلاش کرده است این روش شناسی رو در حل مسائل و مشکلات فکری و عملی جهان اسلام به کار ببرد اولین رکن مهم نظریه اصلاح اندیشه دینی از نظر فضل رحمان برمیگردد به مسئله وحی و نبوت طبیعی است که شما وقتی به اسلام نگاه میکنید آین اسلام مثل بسیاری از ادیان توحیدی یک آین وح محور است مسلمانان قرآن رو مستاق وحی الهی به شما رو می آورند بنابراین وحی نقش بسیار مهم و محوری در کل منظومه فکری جهان اسلام ایفا می کند فضل الرحمن در مقاله تحت عنوان وحی الهی و نبوت این نکته رو می نویسد که من اینجا مایلم ازش نقل بکنم فضل رحمان میگوید که کد من این نکته را به تأکید باز میگویم که قرآن کلام خداوند است که بر شخص پیامبر نازل شده است من معتقدم که پیامبر دریافت کننده آخرین وحی زبانی خداوند بوده است بدون این باور هیچ مسلمانی را نمیتوان حتی به اسم مسلمان دانست اما در همین جایی که فضل الرحمن این سخن رو میگه تأکید میکنه که معنای این سخن این نیست که من با نظریه سنتی وحی که در میان قالب مسلمانان و در سنت اسلامی رایج و شایع بوده موافقم نظریه که او ازش به دیکتیشن تیوری یعنی نظریه تلقین یاد میکند مطابق نظریه تلقین که در واقع رأی عموم مفسران و مسلمانان تلقی می شده است در طول تاریخ پیامبر هیچ نقشی در تلقی و دریافت وحی از خداوند ندارد یعنی در این نظریه پیامبر چیزی نیست جز یک مجرای خونسا در انتقال کلام خداوند چیزی که به تعبیر فضل الرحمن مثل یک ضبط صوت که فقط پیام را همانطور که دریافت کرده است کلمه به کلمه جمله به جمله ضبط می کند و سپس این متن دریافت شده را به مخاطبان منتقل می کند. فضل رحمان معتقد است که این تلقی تلقی بسیار خامی از وحی است و شما باید نقش پیامبر در تلقی و در شکل بخشی به وحی رو امیغتر از این بدانید و اگر شما این نقش رو دریابید و به رسمیت بشناسید به اعتقاد او درک این معنا می تواند در های تازه رو بر روی اصلاحگران دینی بگشاید نظر فضل و رحمان در خصوص وحی رو به نظرم در دو سطح مختلف میشه بررسی کرد. در سطح اول فضل رحمان تلاش میکند که تصویری از خود مکانیسم تنزیل وحی به دست ما بدهد که در این رابطه ای که ما از او به تجربه وحیانی یاد میکنیم و پیامبر ادعا میکند که با یک منبع ماورایی در تماس قرار می گیرد و پیامی از آن سو دریافت می کند چه اتفاقی می افتد، چه مکانیسمی در کار است و در سطح دوم فضل رحمان مایل است به ما توضیح بدهد که محصول فرایند وحی که عبارت است از قرآن از نظر او این با, راب... با بستر تاریخی زمان خودش چه ارتباطی برقرار می کند اما در اون جایی که فضل رحمان مایل است که مکانیسم تنزیل وحی را توضیح بدهد فضل رحمان معتقد است که و در اینجا به نظر میاد که فضل رحمان تا حد زیادی ساختار کلی بحثش تبعیت از نظر قالبی است که بسیاری از فیلسوفان مسلمان از جمله ابن سینا و فارابی درباره وحی داشتند که در واقع پیامبر در لحظات عالی وجود خود با یک نیروی ماورایی که از بالا می آید و به کلی دیگر است در تماس قرار می گیرد و در این ارتباط و تماس است که پدیده وح رخ می دهد فضل رحمان معتقد است که لحظه وح لحظه است که یک دیگری که به کلی دیگر است این تعبیر خود فضل رحمان است یک دیگری که به کلی دیگر است از سمیم جان پیامبر آمرانی به وضوح بدون هر گونه ابهامی به سخن می آید این منبع ماورایی به کلی از دسترس ذهن پیامبر بیرون است و منشأ کلماتی است که در ذهن و جان پیامبر می جوشد به این معنا فضل الرحمن هماوای با خود قرآن و قالب مسلمانان معتقد است که قرآن عین کلام خداوند است اما تحلیل فضل الرحمن در اینجا به پایان نمی رسد بلکه او معتقد است که خود این تحلیل یه مدلول دیگری دارد که باید بهش توجه کرد و اون این است که تمام این فرایندها در واقع در ذهن خود پیامبر رخ می دهد. به تعبیری بخشی از ذهن اون فائل است یعنی این تجربه از درون سابجکتیویتی پیامبر است که برمی آید و شکفته می شود این من این را هم بگم به لحاظ تاریخی این واضع این مدل فضل رحمان نیست واضع این مدل شما این رو در آراء شاه ولی الله دهلوی و بعدا اقبال لاهوری میبینید فضل رحمان به, به،, ریشه تاریخی این نظریه اشاره میکند اما بعدا معتقد است که او عناصری رو بهش افسوده است برابر این چه اتفاقی میفته؟ فضل رحمان معتقد است که یه رابطه بسیار ارگانیک و نزدیک میان احساس، اندیشه و کلمه وجود دارد یعنی وقتی که احساسی در درون شما میجوشد این احساس رنگ اندیشه میپذیرد و اندیشه با کلام ملازم است با کلمه ملازم است بنابراین معتقد است فضل رحمان که در تجربه های الهامی از جمله مثلا فرض کنید که تجربه های الهام شاعرانه اتفاقی که می گویی از ناکجاگا احساسی در زمیر فرد می جوشد که ترجمان اندیشهی می پذیرد و این اندیشه صورت زبانی دارد بنابراین به یه معنا اون سرچشمه ای که این سگانه احساس اندیشه کلمه را برمیانگیزد چون ورای دسترس پیامبر است برای ذهن اوست خود این مجموعه یک سره باید نسبت داده بشود به اون منبع و سرچشمه ماورایی. اما از طرف دیگر چون تمام این پدیده ها در ذهن پیامبر متولد می شوند برابر این و نقل قول می کنم از خود فضل رحمان می گوید که کلام در آن صورت به معنای بسیار متعارفی این کلام از آن حیث که آن فرایند روانشناختی مد نظر است کلام خود او یعنی پیامبر است اما از آن حیث که منبع آن ورای دسترسی اوست کلام وحیانی است پایان نقل برد. بنابراین به نظر می رسه که از نظر فضل الرحمن در این فرایند وحیانی که رخ می دهد درست است که یک منبع مستقل ماورایی کل این فرایند رو شکل می بخشد و در زمیر پیامبر اندیشه و کلمه رو برمی انگیزد ولی این کلمات پیشتر در ذهن پیامبر موجود بوده است و این احساس در واقع جامعه خودش رو در واقع از مجموع کلمات پیشتر موجود در ذهن پیامبر میگیرد و به این معنا و به این اعتبار به معنای بسیار اردنری متعارف تعبیر او شما میتونید بگید که این کلام در این حال کلام خود پیامبر هم هست به این معناست که فضل رحمان معتقد است که شخصیت پیامبر و روانشناسی او رنگ خود رو بر پیام الهی میزند پیام الهی از جمله بر قامت و به رنگ شخصیت و روانشناسی پیامبر در می آید. اما سرح دوم از این حد فراتر می رود. یعنی این فقط شخصیت پیامبر نیست که در وحی ریزش می همونطوری که پیشتر اشاره کردم از ظر رفض الرحمن پیام الهی همواره در یک گفتگوی مستمر با شرایط تاریخی خاص رخ می دهد. با موقعیت های اینی خاص این پیام نازل می شود یه مشکلی در پیش روی پیامبر نهاده می شود و بعد پیامبر سر تلاش می کند که یا کلام وقت تلاش می کند که به اون موقعیت خاص واکنش و پاسخ بدهد از نظر فضل و رحمان قرآن یک کتاب نبوده است که یک بار نازل بشود او میگوید که قرآن رو باید فرایندی دانست که در طول 20 دو سال رسالت پیامبر تداوم داشته است و در تمام طول فراز و نشیب اون سالها خوی و منش پیامبر و جامعه او در اون پیام باستاب یافته است و او معتقد است که این به اصطلاح درامیختگی با شخصیت پیامبر و عناصر فرهنگی و تاریخی زمان نزول برای اینکه پیام قرآن رو برای مردم و اون روزگار روشن و معنادار و مربوط بکند ناگزیر بوده است بنابراین علاوه بر روانشناسی خاص شخصیت پیامبر تاریخ و فرهنگ و مسائل و ذهنیت زمانه هم در فراورده زبانی حاصل از وحی یعنی قرآن باستابی یافته است بنابراین در جنبندی این تحلیل است که فضل رحمان در یک مقاله جالب و مهمی که دارد تحت عنوان مفاهیم سنت اجتهاد و اجتماع در دوره اولیه اسلام ادعا میکنه که وحی در واقع تلاقی میان دو اقلیم است عالم ملک یا مخلوق عالم ملکوت یا غیر مخلوق و در این فرایند است که عالم ملک یعنی پیامبر و تاریخ او مجال مییابند که در وح نقش خودشون رو ایفا بکنن و توجه به این سوی البته بسیار مهم است برای این مبناست که فضل الرحمن پیشنهاد میکند که ما بین دو وجه قرآن باید تمایز بگذاریم وجهی که او آرمانی یا ذاتی میخواند در مقابل بخش, بخش تاریخی یا عرضی و معتقد است که اونی که گوهر اصلی پیام رو تشکیل میدهد اون بخش آرمانی و ذاتی است و نه لزوما بخش های عرضی یا تاریخی او از نظر فضل رحمان شما احکام و قوانین اخلاقی و حقوقی رو که در قرآن میابید لزوماً به این معنا نیست که همگی مصوب و مورد تأیید قرآن هست. در بسیاری از موارد ارزش های آرمانی یا ذاتی قرآن در اون شرایط تاریخی خاص به طور کامل قابل تحقق نبودند و لذا قرآن ناچار است که اون ارزش ها رو در حدی که توانایی ها و امکانات و شرایط زمان اجازه میده تحقق ببخشد و پاری از ارز کنم که وضعیت ها که ورای امکانات زمانه هستن لاجرم باید تحققشون به دوره های بعدی واگذار بشود بنابراین فضل رحمان معتقد است که ما باید بین این عناصر تفکیک قائل بشیم و او معتقد است که فقیهان مسلمان به خطا بخش عمده از محتویات قرآن مثل قوانین مربوط به حدود، خانواده یا معاملات رو از امور ذاتی و آرمانی قرآن تلقی کردند و به عنوان امور قطعی و تخطی ناپذیر در متن اسلام گنجاندند. برای این مبناست که فضل رحمان میگه ما باید نقد تاریخی بکنیم و اصول اخلاقی کلی رو که در قرآن مندرج است دریابیم. و او معتقد است که البته مهمترین این اصول اصل عدالت اجتماعی است و اصل عدالت باید راهنمای فهم محتوای اخلاقی و حقوقی قرآن قرار بگیره این دکترم اضافه بکنم که فضل الرحمن از منتقدان استفاده از حدیث و سنت در فکر اسلامی است معتقد است که ما در استفاده از حدیث باید احتیاط زیاد بکنیم اون منکر اهمیت احادیث نیست ولی معتقد است که بسیاری از این احادیث بعد از وقوع واقعه ساخته شدن یعنی با آراء کسانی مثل گلزیر و شاه هم نظر است که این احادیث در قالب موارد بعدها در توسط جامعه مسلمانان ساخته شدند فضل رحمان میان دو سنت تفکیک قائل می شود یکی سنت نبوی است یکی سنت زنده از تعبیر اونه لیوینگ سنت و پروفتیک سنت او معتقد است که سنت نبوی همونی است که ادعا شده است که حکایت می کند از وقایع زندگی پیامبر اما سنت زنده عبارت است از بست اون سنت توسط نسل های بعدی اونا تلاش می کردن با توجه به مثال و نمونه ای که از پیامبر در ذهن داشتن اون تجربه رو در مواجهه با مسائل و مشکلات جدید بس بدهند و بنابراین در مقاله تحول اجتماعی و سنت اولیه برای ما میگوید که شما باید توجه کنید که سنت نبوی هرگز چندان جامع و گسترده نبوده است که تمام شرایط ممکن و محتمل رو در بر بگیرد بنابراین در دوره نبوی جامعه مسلمان کوشید از طریق سنت زنده بر قنای آن گنجینه بیافزاید و برای اون که پیوند اون رو با میراس نبوی محفوظ بکند از طریق اجماع به این سنت زنده مشروعیت بخشید در اینجاست که ما الان به قلب نظریه فضل الرحمن میرسیم نظریه فضل رحمان قلبش عبارت است از نظریه که به حرکت دوگانه دبل موومنت معروف است حرکت دوگانه در واقع کانتکستوالایز کردن متن است یعنی متن رو در سیاق تاریخی خود نشاندن است فضل رحمان معتقد است که ما باید دو حرکت رو همزمان انجام بدیم در فرایند اصلاح حرکت اول این است که ما از جزئی به کلی برسیم یعنی برگردیم به قرآن و مسائل حقوق احکام خاصی که در قرآن وجود دارند و در دل اونها مسلحت یا آرمان یا اون اصل کلی رو که مد نظر قرآن بوده است و در اون زمان خاص اون جامعه خاص رو بتن کرده است اون اصل رو استخراج کنیم یعنی از مطالعه یک امر جزئی که در قرآن است یک اصل کلی رو استخراج کنیم این حرکت اول است حرکت دوم حرکت از کلی به جزئی است یعنی وقتی که این اصل رو از افق معنایی وحی در در اصل تنزیل بیرون کشیدیم باید به افق معنایی روزگار خود آییم و اقتضاعات زندگی مسلمانان در جهان مدرن رو به درستی بفهمیم و از خود بپرسیم که چگونه میتوان اون اصول آرمانهای کلی رو در این متن خواست تحقق بخشید این حرکت دوم رو باید انجام داد بنابراین حرکت دوگانه هم مستلزم شناخت عمیق سنت هست هم مستلزم شناخت عمیق جامعه مدرن یکی از مهمترین جاهایی که فضل رحمان ارز کنم که این روش رو به کار میبرد مسئله حقوق زنان است فضل الرحمن معتقد است که این یکی از مهمترین مشکلاتی است که جهان اسلام باش دست به گریبان است و معتقد است که نظری او می تواند تا حد زیادی مشکل تبعیض های ناروا علیه زنان در جوام اسلامی رو مرتفع بکند و نکته آخر را من عرض بکنم این است که فضل رحمان در تمام کار فکری خود خصوصا در اواخر عمر خود عمیقا نگران رشد نوبنیادگرایی در جهان اسلام بود در سال 1982 یک یکی از آخرین مصاحبه هایی که در یکی از مقال آخرین مقالاتی که منتشر کرد مقاله اسپویسمی ریشه های نوبنیادگرایی در اونجا اون جهان جریانات جهان اسلام رو به چهار دسته تقسیم میکنه یکی جریان های محافظه کاری است یکی جریان های نوبنیادگرایی است یکی جریان های مدرنیستی است و یکم جریان های سکولار است او معتقد است که از این میان جریانات نوبنیادگرایی به مراتب خطرناک ترند برای اینکه آنها یک آرزوی محال رو یک سودای محال رو دارند به جامعه اسلامی میفروشند و اون این هستش که در واقع قوانین اسلامی قرآن رو مطلق می کنند و از بستر تاریخی او جدا می کنند و می بر روزگار ما این رو تحمیلش بکنند این جمله آخر رو نقل می کنم از فضل رحمان که از این مقال آمده است می گوید که این پروژه با شکست مواجه است. علا رقم زیانهای ویرانگری که به بار می آورد از ابتدا این پروژه عقیم است یکی از دلایلش این است که این بنیادگرایان غالبا سواد امور اسلامی ندارند تحصیلات اسلامی هم ندارن میگوید که نقل بود من در میان نو هیچ کس را بسنس آیت الله خمینی نمی شناسم که یک عالم متخصص به معنای سنتی کلمه باشد تا آنجا که تعلیم اسلامی مد نظر است اینها افرادی ناوارد و غیر متخصصند در واقع نو بنیادگرای محصول افراد غیر متخصصی است که بیشتر در علوم دیگر تخصص دارند مثلا وکیل پزشک یا مهندس هستند به این معناست که به نظرم هم میاد که فضل رحمان نهایتا پروژه فکری خودش در تقابل با بنیادگرایی و محافظ کاری سنتی تعریف می کند در این حال که از پاره افرادها در جریان مدرنگرایی اسلامی هم گلمند است و معتقد است که ما باید در ضمن یک گفتگوی آلمانی، صادقانه، محترمانه و انتقادی با سنت اسلامی تلاش کنیم در عین اینکه روح احکام اسلام رو محترم می‌داریم در چارچوب اون احکام الهیات تازه‌ای بر مبنای قرآن بنا کنیم که نسبت به دستاوردهای بشر مدرن گشوده است. از توجه دوستان سپاسگزارم. سبح آنچه انبان نمودید از قرآن و سنت و سیره ائمه و اندشمندان پیشین بود آیا منظور شما از نوگرایی زدودن قبار از حقیقت است که در گذشته وجود داشته؟ خیر الزامن اینطور نیست او رو شاید بشه اصلاح طلبی گفت آبی که از سرچشمه خارج میشه در طول مسیر رنگ و رسوبات مسیر رو به خودش میگیره الزامن همون آب خالصی که از سرچشمه بیرون میاد نیست اینو بهش اصلاح طلبی میگن یک نوع تصفیه از پالایشه به عنوان مثال جریان کربلا قیام امام حسین در اون منطقه اتفاق افتاده بعد وارد ایران شده ما برداشت خودمون رو از اون واقع داریم ای از ایرانیان معاجرت کردن به هند همراه خودشون این مراسم رو بردن هند آمیخته شد با فرهنگ هندیان جزایر ترینیداد که مزارعی بود که به حال انگلیس ها اداره میکردن مستمر انگلیس بود با در واقع تصویب قانون غیرقانونی قانونی شدن بردهداری اون مزاره خالی شد نیاز به کارگر داشتن رفتن از ایالت اوتر پرادش هند کارگر وارد کردن اینا شیعه بودن آمیخته شد با سنت افریقایی و مسیحیان اونجا یعنی هم فرهنگی که در کربلا بوده با ایران با هند با افریقایی و در واقع در مسیحیت یک استاد دانشگاه امریکایی سه سال رفت اونجا این مراسمی که به عنوان فستیوال حسی هست اون مراسمی که در اونجاست به مراتب رنگینتر از اون چی که تو قوم و تو مشهد و تو هر یک از شهرهای شیعه نشین هست ولی اون الزامن همونی نیست که توی کربلا اتفاق افتاده البته بعد از مراسم به سلامتی امام حسین جامعه شراب برنج رو هم در واقع می نوشن اینو بهش میگن اصلاح طلبی ولی نوگرایی غیر از اینه نوگرایی یعنی با یه نگاه جدید نگاهی که قبلا نداشتیم چون بشر داره رشد میکنه علم توسعه پیدا میکنه دریچه های تازه ای باز میشه یه مثال کوچیکی ارز میکنم یکی از معلمینی که بنده داشتم که هرگز ندیدم گرچه مکاتبه ای باش داشتیم توشی ایزوتسو اون قرآن شناس ژاپنی است که کتابهاش هم بعضا به فارسی ترجمه شده اون یک زبان شناس بود من الفبای این علم رو هم نمیدونستم ولی با خواندن کتابهای او یه نگاه تازه پیدا کردم به این میگن نوگرایی در واقع چون علوم جدید هست علم پیشرفت میکنه دریچه های تازه ای باز میشه نگاه آدم تحبل پیدا میکنه حالا یکی دوتام نیست دیگه علوم به این میگن نوگرایی ارز کنم که یک سوالی نوشتن خیلی مختصر و مفید چرا با تشکیل احزاب اسلامی موافق نبودید همونطور که ارز کردم در جامعه دموکراتیک کسی نمیتونه به افرادی که میخوان حزب تشکیل بدن بگه حزب تشکیل ندین مگر اینکه به صورت غیر دموکراتیک یا این حکومت لایی که بخوان دین زدایی بکنن ولی من کلا با تشکیل احزاب اسلامی موافق نیستم یکیش ساده ترینش تجربه است تجربه که ما داشتیم با احزاب اسلامی دیگه از همه بهترش ترکیه بود دیگه ببینید الان به چه وضعی افتاده از آن سو ما ببینیم اونجایی که دین در در واقع هیته‌ی مدنی حاضره ولی وارد بازی سیاست نمیشه و اگرم میخواد کار سیاسی بکنه از هیته مدنی انجام میده نمونه خیلی خوب این برزیله در برزیل دولت نظامی اونجا اون جنرال ها تمام نهادهای سکولار رو نابود کرده بودن یک دونه نهاد یا یک نفسکش در واقع در جامعه مدنی در برزیل باقی نمونده بود همه نیروهای سکولار نابود شده بودن تنها نیرویی که در مقابل اینها قد علم کرد کلیسا بود و کلیسای کاتولیک در واقع هدیه دموکراسی رو به کشور برزیل اهدا کرد ولی بعد از اینکه این که ای برزیل به دموکراسی رسید به لطف کلیسای کاتولیک کلیسای کاتولیک تشکیل یک در واقع حزب نداد با اینکه خیلی محبوب بود و میتونست این کارو بکنه و در واقع در حیطه مدنی باقی موند به شدت فعال با استفاده از ابزار الهیات آزادی که در به صلاح آمریکای لاتین ادامه افکار گوتیرس هستش و در مرکز اینها در شهر رسیفی در شمال شرق برزیل هست که من اونجا رفتم و هنوز هم مزار اون کشیش هایی که این داستان رو شروع کردن هنوز زیارتگاه مردم میان گل میارن خیلی با احترام رفتار میکنن نتیجه این استش که در واقع اونجایی که دین هر جایی که دین وارد سیاست میشه حالا چه به صورت تلفیق اجباری با نهاد حکومت و چه به صورت دموکراتیک اون به اون جاها میرسن در واقع این باعث اه اه تالی فاسد میشه به هر حال اخلاط دین در مخلوط کردن دین و سیاست در واقع در نهایت در تجربه تاریخی چیز نتایج مثبتی نیاورده من دو تا مثال میزدم و این سوال رو دیگه اتمام شده پاسخش رو تلقی میکنم یکی سخنی است که تامس جفرسون مینویسه یکی از بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا و او میگوید که در واقع وقتی شما دین رو با دولت قاطی میکنین در واقع استبلیشت میکنین دین رو نتیجه این درست مثل این هستش که یک اسبی رو با یک اولاقی شما چیز بکنین نتیجه این دوتا میشن میشه یه قاطر میشه میول یه مقدارم البته قصد مزاح داره با این صحبتی که میکنه میگه دین دولتی مثل قاطره به این قاطر چموش میشه همیشه همیشه لغت میزنه نمیشه قابل چیز نیست قابل کنترل نیست و وقتی که و اولین قربانی این قاطر مادرشه اولین لگدی که دین دولتی میزنه به دین میزنه دین رو نابود میکنه اونی که باعث نابودی دین میشه در واقع دین دولتیه دینی که با سیاست قاطی شده هر جا که شما در دنیا میبینید دین با دولت با سیاست قاطی میشه نتیجه محتومش دینگریزی مردمه شما در اروپا نگاه بکنین در اسپانیا در ایتالیا در فرانسه کشورهایی هستن که به شدت اینا مردم کلیسا نمیرن که درصد کلیسا روها خیلی کمه در حالی که در جاهایی که به صورت تصادفی تاریخی مثل ایرلند یا مثل لهستان دولت هیچ وقت با دین قاطی نبوده در واقع درست اینها کشورهایی هستن که درصد شرکت مردم در کلیسا بالای 80 90 درصده و همونطور که عرض کردم در لهستان این کلیسا بود که همونطور که در برزیل کشور رو از فاشیسم نجات داد در واقع اینها سولیداریتی مرکزش در کلیسا بود این هستش که در واقع در ایران هم ما اینو میبینیم با اینکه با اینکه اینطوری این درست نیست که مردم ایران همونطوری که خیلی ها میگن دیگه در افواه هست مردم از این شدن مردم واقعا مطالعه جامعه شناسی نشون نمیده که از زینگوریزان شدن هنوز تعداد زیادی از مردم در ایران متنابهی تعداد بسیار زیادی معتقد به دین هستن و اجرا میکنن مناسک دینی رو مکه میرن روزه میگیرن در محرم مراسم رو انجام میدن ولی آینده میتونه عوض بشه میتونه ایران به یک کشور دینگوریز تبدیل بشه در میان توده های مردم همونطور که فرانسه شد این هستش که این من این رو به این دلایل صلاح نمیدونم بگذریم از اینکه با تجربه ای که ما امروز در ایران داریم اگر که ما بخوایم بیایم تشکیل حزب بدیم به شدت و به حق مورد سوزن قرار میگیریم و من معتقد نیستم به عنوان کسی که مسلمون هست معتقد نیستم که حزب اسلامی باید در ایران تشکیل بده یکی از سوالاتی که دوستان فرمودن گفتند که آیا نظریه حرکت دوگانی فضل الرحمن همان گسترش معنای مفهوم قدیمی اسباب نزول نیست چرا خود فضل الرحمن البته به این نکته تصریح نمیکنه البته میگه که به حال این در سنت اسلامی سابقه داشته و اینا ولی بعضی از شاگردان او که درباره فضل الرحمن نوشتند معتقدند که در واقع به همین دلیل است که معتقد نقد تاریخی که فضل رحمان ازش سخن میگفت برخلاف اون که مثلا شما در آثار ارکون میبینید از دل خود جهان اسلام و سنت اسلامی در آمده است مثلا نظریه نقد تاریخی ارکون عمده مبانی روش شناسانه و فلسفیش از فلسفه ها و تفکرات غربی آمده است فضل رحمان معتقد بود که تا اون جایی که ما میتونیم باید منابع درونی خودمون رو استحصال کنیم برای اینکه به این ترتیب واکنش منفی کمتری در دل جامعه برمیانگیزد. انگیزد برای اینکه به هر حال اینا بخشی از سنت ماست که باید ازش به درستی استفاده بشه اما بله یعنی قطعا فضل رحمان نگاه مهمی یعنی چشمی به بحث اسباب نزول وحی داشته اما نکته ای که مهم است این است که فضل رحمان برخلاف شاید متفکران گذشته این نکته رو از به نقد تاریخی مدرن آموخته است که به حال این چیزهایی که به عنوان اسباب نزول قرآن به دست ما رسیده است خیلی بعدها ساخته شده یعنی افراد میخواستن یه معانی خاصی رو از این آیات تعبیر بکنن بعد مدن یه شعل نزول براش ساختن برابر این این نکته مهمیست یعنی کسانی که مایلن که از این به روایات مربوط به شعن نزول آیات استفاده بکنن باید بدونن که این روایت های تاریخی حتما باید از تیغ نقد بگذره اگر بگذره خیلی از اینا البته به سلامت به در نمیرن به همین دلیل است که بحث تفسیر تاریخی علمی قرآن خیلی پیچیده تر از اون چیزی است که به نظر می آید یعنی خود قرآن زبانش خیلی کلی مبهم و عام به نظر میاد یعنی ارجاعاتی که به کانتکست داده می شود در قرآن خیلی مبهم است و مفسران برای حل این مشکل در واقع به شعن نزول آیات مراجعه می کنند برای که به ابهاماتی که در قرآن وجود دارد وضوح ببخشند اما اگه بنا خود این روایات تاریخی که مستند تفاصیل قرار میگیرن معلوم بشه که خود اینا ساختگی هن. و مثلا در حدود اواخر قرن دوم یا سوم هجری ساخته شدن البته کار تفسیر رو به مراتب پیچیده میکنه فضل رحمان کاملا به پیچیدگی این مسئله توجه داشت و من به نظرم میاد که این آگاهی عمدتا برمیگشت به خاطر آشنایی که با منتقدان بسیار با اسکالرهای غربی که با روش نقد تاریخی آشنا بودند با آثار اونها مثل ارز کردم گلسیر و شاخت آشنا بود و کاملا به نظر میاد که فضل رحمان انتقادات اونها رو درباره وساقت احادیث در سنت اسلامی پذیرفته است با اونا البته مخالفت هایی داره یعنی فرض کنید شاخت میگه که فرض ما این که تمام این احادیث ناموثقند و بنابراین اصلا ما نباید با اینا کار داشته باشیم فضل الرحمن خودش به سنت قرآن جنبش قرآن در جهان اسلام متعلق است که یه جوری علیه حدیثگرایی در جهان اسلام بودند اما معتقد است که این ایده که شما احادیث رو یک سره رها کنید به دو دلیل نادرست است دلیل اول این است که در دل این انبان در هماشفته احادیث احادیث موثق هم وجود دارند و ما با بکارگیری روش های نقل تاریخی می توانیم اعتماد نسبی پیدا کنیم نسبت به وساقت بعضی از این احادیث البته شمارشون بسیار کمتر از اون چیزی است که اسکالرهای سنتی اسلامی ادعا کردن نکته دوم این است که از فضل رحمان ولو اینکه این روایات نادرست باشند، یعنی حکایت از وضعیت تاریخی امور در زمان تنزیل وحی نکنن اما از بسلا ذهنیت کلی جامعه اسلامی خبر میدن و از این جهت ارزش تاریخی دارن و نمیشه یک سر اونها رو نادیده گرفت ولی بله یعنی فضل رحمان معتقد است که شیوه حرکت دوگانه او حداقل بخشیش مرتبط است با سنت اسباب نزول و و یک نکته دیگری هم اینجا دوستان پرسیدن که آیا این وجود که در درون پیامبر کلمات وحی را دریافت می کند شباهت به الهامات عارفانی است که کلمات شاعرانه را به مولوی تلقین می کند شاید از درجه بالاتر فضل رحمان در اون مقاله به صلاح وحی الهی و پیامبر در اونجا درباره این نکته توضیح داده او معتقد است که بخش روانشناسی تحلیل او که وامدار شاه ولی دهلوی و اقبال لاهوری است پیشنهاد می کند که پدیده وح با پد سایر پدیده های الهامامیز مثل الهام شاعران، الهام هنرمندان و غیره از یک جنسند فضل رحمان معتقد است که به یه معنا این حرف درسته یعنی از حیث روانشناسانه به نظر میاد که اینا از ساختار یکسان تبعیت میکنن اما معتقد است که برخلاف اقبال و شاه ولی الله او مایل است که بخش دومی هم به این بیفزاید در اون کتاب اسلامش که جزو آخر آخرین کتاب که در زمان حیات او منتشر شد در اونجا تلاش میکنه توضیح بده که گرچه به لحاظ روانشناسانه ساختار تجربه های وحیانی با تجربه های ارفانی و سایر تجربه های الهام آمیز خلاقان شباهت دارد اما وحی یک خصلت بسلا منحصر به فرد و یگانه دارد که او رو از انواع دیگر این بسلا الهامات متمایز می کند و مفصلا توضیح می دهد من مطمئن نیستم که به صلاح از بیانات او قانع شده باشم ولی به هر حال نظر او این استش که ویژگی خاصی در خود یعنی عرض کم مطمئن نیستم که تحلیل او لزوما تحلیل قابل دفاعی باشه ولی به هر حال نظر او این استش که الهامات وحیانی ویژگی های منحصر به فردی دارن که در سایر تجربه های الهام آمیز دسترس پذیر نیست موجود نیست سوال برای هر سه اگر آموزه های اخلاقی میوه اصلی قرآن و روح دین است و از طرفی حقوق بشر و اخلاق عام جهانی هم تیتر این آموزه ها را حتی بیشتر ارائه میدهند دهند وظیفه والدین در جهت فرزند پروری چیست؟ آیا دین به عنوان یکی از منابع اخلاق باید در دست بچه ها گذاشته شود و معرفی شود و یا یعنی اینکه خود فرزندان هستند که با تمرین کردن آموزه های اخلاقی و یا دینی در نهایت آزادانه به انتخاب برای دینداری یا صرفا اخلاقی بودن است. بله فکر میکنم از ویژگی های عباد و رحمان باشه در قرآن که بخشش دعای برای همسر و فرزنده میگه وجعلنا للمتقین اماما یعنی دعای دو طرف است یعنی در واقع آرزوش برای فرزندان داشتن نیروی سلف کنترل که بر خودشون مسلط باشن ولی چگونه ما رو نسبت به متقین امام بکن امام یعنی الگو پیشوا یعنی به جای منابع مطالعاتی در اختیارشون گذاشتن و وعظ و موعظه کردن بهترین مدل برای فرزندان رفتار پدر و مادرشون با خودشون و با دیگرانه وگرنه دوست گفته چون نیم کردار نیست طبیعتا وقتی این تشنگی در اونها حاصل شد خودشون دنبالش میرن یا سوال میکنن و تناسب تشنگی اونها پدر و مادر کمک باید بکنن و اونها رو در اون مسیری که مسیر درستی که را افتادن حمایت بکنن من فکر میکنم اینی که ما اون چیزایی که خودمون بهش رسیدیم بخوایم هی اینا رو دیکته بکنیم خب اگر هنوز به اون تشنگی نرسیده باشن به یه حالت تقلید و احترامی که نسبت والدین دارن نمیگم نباید این کار کرد ولی میگم موثرترین ترینش اینه که در عمل پدر و مادر رو الگو ببینن و آثار خیر و مثبت اون چیزهایی که بهش باور دارن در زندگی در روابط خودشون ببینن و فکر میکنم این سالمترین و مطمئنترین شیوه تعلیم و تربیت ارز کنم که من شخصا با تعلیم دینی با با کودکان که خصوصا برای القاء باورها و داکترین ها در کودکان مخالفم به نظرم میاد که تعلیم و تربیت دینی کودکان نباید به مسابقه تحمیل باورهای بزرگسالان والدین نسبت به کودکان باشه کودکان باید بعدا در زندگی خودشون به تناسب تجربه ها و دانشی که میاندوزند راه معنوی خودشون رو هم انتخاب بکنند. بنابراین به صلاح این ایده که ما باورهایی رو که خودمون درست میدونیم و برامون عزیزند به نحوی به صلاح حقنه این کودکان بکنیم کار نادرستی است در نوشته های پاره از بزرگان ما آمده مثلا فرض کنید که محمد قزالی در کتاب احیاء کیمیای سعادتش احیاء علوم دینش اینا شیوهی ای که برای تعلیم کودکان تعلیم دینی کودکان پیشنهاد میکنه به نظر من میاد که شیوه, شیوه زمختی است و من مطمئن نیستم که با آموزه ها و در های امروزین ما درباره روانشناسی کودکان سازگار باشه شیوه های که ما آرمان‌هایی رو که خود میپسندیم و دوست داریم میخوایم به کودکان منتقل بکنیم اما این معناش این نیستش که ما به کودکان خودمون دانش دینی لازم و زمینه های اخلاقی و معنوی لازم برای یک زندگی معنوی شکوفاننده رو نمیتونیم بدیم چرا مثلا فرض کنید که بچه های ما باید حتما راجع به سنت های دینی راجع به ارزش های دینی در ادیان مختلف, مختلف، مناسک دینی تفاوت بین دین و غیر دین تا اونجایی که ممکنه اطلاعات پیدا کنند و بر دانششون افسوده بشه و البته به تعلیم اخلاقی حساسیت نسبت به زیبایی حساسیت نسبت به امر نیک و اخلاقی چیزی است که والدین همیشه می به فرزندان خودشون بیاموزند و همطوری که آقای پندس بازرگان هم فرمودند به نظر من بهترین شیوه تعلیم دینی البته عبارت است از اینکه پدر و مادر بدون اینکه تلاش تبلیغی بکنن این ارزش ها و آرمان ها رو در زندگی شخصی خودشون نشان بدن کودک همیشه این نمونه رو در ذهن خود خواهد داشت تا بعدا تصمیم خودش رو بگیره این نظر شخصی بند است اما فضل و رحمان البته به نظرم میاد که نظرش متفاوت است فضل الرحمن معتقد است که متف... جهان اسلام در جهان جدید خیلی منفعل شده است و ما همش دنبال اینیم که خودمون رو برای دیگران توجیح بکنیم و او معتقد است که این به اصطلاح شرمندگی که در دین باوری ما وجود داره قابل دفاع نیست ما باید تلاش کنیم که ارزش های دینی خودمون و تعالیم قرآنی رو نه فقط برای ذهنیت مسلمانان امروز که برای چنان تا به صلا ارائه بکنیم که بتونه در بازار مکاری آراء معنوی و دینی جهان جدید هم وارد رقابت بشه حالا این رقابت من تعبیر تجاری به کار بردم این تعبیر اون نیست ولی به هر قول و این هستش که این حرکت دوگانه ای که ازش یاد کردم در اینجا معتقد است که این ارزش های اساسی که در قرآن هستند رو بالا میاره و این ارزش ها جهان شمولند و منحصر به یک موقعیت یا دوره تاریخی خاص نیستند و مسلمانان میتوانند سرفرازانه این ارزش ها رو در متن هنر، در متن موسیقی، در متن ارز کنم که تفکر فلسفی، در متن تفکر الهیاتی یک روز آمد در با جامعه جهانی مبادله کنند اتفاقی که برای مثال در مسیحیت میافته شما ببینید بسیاری از به اصطلاح اندیشه های مسیحیت سنتی امروزه در فلسفه های مسیح در کلام در هنرهای مدر تجلی پیدا کرده است و شما میتونید به اصطلاح مظاهر اونها رو در تناسب با زندگی واقعی و امروزین انسان مدرن تجربه بکنید و این راهی است که مسلمانان پیشتر می رفتم. مثلا شما در قرن هفتم هجری ببینید یک کسی مثل مولانا فقط این نبود که یه عالم دینی برجسته باشه این آدم در اوج تفکر فلسفی روزگار خودش بود در اوج تجربه های هنری و زیباشناسانه زمان خودش بود در اوج خلاقیت های اخلاقی روزگار خودش بود و تمام اینا البته در داد و ستد خلاقانه با سنت دینی که در او پرورده شده بود شکل گرفته و این جور به صلاح تعامل خلاقان با سنت بخشی از ارز کنم که تعلیم و تبلیغ دینی در جهان جدید باید باشه ارز کنم که بنده فرزندی ندارم قصدی هم ندارم فرزندی داشته باشم علت اینه که نمیخواستم اینجا این سوال رو جواب بدم حالا اگه داشتید چی حالا اگر داشتیم چی میگفتیم؟ سوال خوبی کردم که شما همین جواب دادین دیگه اگر داشتید چی میگفتید؟ ببینید به نظر من یک مسئله رو باید پذیرفت و اون این استش که دین در همه جوامع بشری جزی از فرهنگ بشریه من معمولا سر دانشجویانم داد میزنم وقتی میپرسم ازشون کی کتاب مقدس رو خونده معمولا چیش کسی یک نفرم نخونده و من معتقدم کسانی که در یک فرهنگ غربی دارن بزرگ میشن باید کتاب مقدس رو لاقل یه بار خونده باشن نه به علت اینکه باید اعتقاد داشته باشم بهش ولی این جزء این فرهنگ بسیاری از ضرب المثل ها بسیاری از گوش و کنایه ها من چند تا مثال براش میذارم این از کتاب مقدس میاد این جزئی ای از فرهنگ چند هزار ساله غربیه همینطور برای جوامع اسلامی اولین نخستین کاری که مسلمون جوا... افرادی که در جوامع مسلمانی اسلامی هستند حالا چه اعتقاد به اسلامی دشت... اس... اسلام داشته باشن چه نداشته باشند اینها باید بدونن و به نظر من آموزش دین هیچ اشکالی نداره و, آموز و شرکت در مناسک مذهبی هم هیچ اشکالی نداره بچه ها هم ببرن اتفاقا یکی از کارهای خوبی که مسلمان ها میکنن اینه که بچه ها هم میارن توی کلیسا یا حتی مسلم ایرانیانی که یهودی هستن در کنیسه بچه هاشون هم همراه خودشون میارن در کلیسه ها. این بچه ها همراه پدر مادرشون میرن و خوبه میپلکن میدوان بازی میکنن بالاخره این فضا رو پر میکنن با اون بچگی خودشون و اینم جزئی ای از تجربه بزرگ شدن اون بچه ها هستش ارز کنم که ولی در کنار همه اینا ما باید بدونیم در دنیای مدرن داریم زندگی میکنیم در دنیایی که فردانیت وجود داره دنیای قبیله ای نیست دیگه این دنیایی نیستش که اگر شما از دین قبیلتون رفتیم بیرون به شما لقب خائن بدن بگن تو کشیده زدید به گوش فرهنگ ما پس این تو رو باید ترد بکنیم جواب سلامت هم ندیم حالا من نمیگم اعدام بشن یا بس سنگسار بشن ولی میگن تو اصلا برو ما کاری نداریم باید این آزادی رو آزادی انتخاب رو هم به فرزندانمون منتقل بکنیم که هر, هر گاهی که تو خاصی تصمیم بگیری که دینی رو انتخاب بکنی آزادی مطلق داری نه لغلقه لغ زبون ها که بگیم تو آزادی ولی یواشکی القا بکنیم که اگر غیر از این حرف ما حرفی بزنیم دیگه نه من نه تو واقعا این رو ما در دنیای مدرن باید به فرزندانمون القا بکنیم که در نهایت تصمیم مال خودته و این از جنبه های در واقع دین ادیان مابعد محوریه که دین جنبه جهانی شمول پیدا میکنه دین قبیله دیگه نیست نه مسیحیت نه اسلام و دین انتخابیه در اسلام دین تقلیدی نیست انتخابیه کسی اگر بیاد آقای دکتر کدیبر هستن اینجا ما در حضور ایشون عرض میکنیم ولی اگر اشتباهی کردم حتما تذکر خواهند داد اگر کسی دین رو بیاد بگه من برای مسلمانم برای اینکه پدرم مسلمان بود مادرم مسلمان بود این مقبول نیست خب این یعنی چی یعنی انتخاب داره افراد انتخاب دارن و ببیشه در دنیای مدرن که این کاملا نهادینه شده ما باید این رو در کنار آموزش شرکت بچه ها توی مراسم بدون اجبار همینطوری که دوستان فرمودن شرکت بچه ها بیان توی مراسم برن زیارت مثلا با پدر مادرشون برن مشهد به توی همون کاری که ما من خودم بچه بودم یکی از بهترین خاطرات زندگیم این بود که میرفتیم مشهد و ما صبح تا شب توی این حرم اینجا میگشتیم من خیلی خاطرات خوشی دارم نماز جماعت میخوندیم من یا خیلی دوست داشتم افغانا این که میمدن برای زیارت عربا میمدن برای زیارت من و برادرم میرفتیم سعی میکردیم میشیدیم با اینا صحبت میکردیم یه فراغتی بود یک جای مجللی بود همه همه جا طلا و نقره و آین آینکاری و زمین ها همه دیوارها همه از مرمر و یه یه فضای بسیار زیبایی بود من خیلی خوشحالم که از این حضور در اون فضای معنوی من محروم نشدم ولی در این حال باید ما در کنار این واقعا این رو منتقل بکنیم که در روزی که فرزندانمون ما خواستن تصمیم بگیرن اولا باید تصمیم بگیرن و روزی که خواستن تصمیم بگیرن هر تصمیمی گرفتن برای ما محترمه این رو به نظر من مسئله ریسک که باید ما چیز بکنیم یک چیز دیگه من میخوام عرض بکنم خدمتون و اون این است که به این که به نظر من هیته اخلاق و هیته مذهب به هم مربوط نیستن اخلاق هیته زندگی اجتماعیه اخلاق یعنی چطوری ما با همدیگه زندگی بکنیم و به نظر من تلازمی با مذهب نداره من معمولا از مخاطبانم میپرسم شما در زندگی خودتون شخصی خودتون آدمای مذهبی میشناسین آدمای لا مذهب هم میشناسین دیگه تو این جامعه مدرن اینطوریه دیگه آیا به نظر شما در تجربه خود شما واقعا آدمای لا مذهب اخلاقشون بدتر از آدمای مذهبیه حالا بر... حالا برعکس من 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 به 50 پنجا, پنجا اش راضی <applause> یعنی اگر شما بگین و واقع واقعا افراد در زندگی خودشون اینو تجربه کردن واقعا مذهب با اخلاق تلازم اینطوری ندارن و من در این دنبال روح مکتب متعله مسیحی و کسی که واقعا همه کتاباشو من با عشق و علاقه مذهبی خوندم و به زیارت مرغتش رفتم در دانمارک سورن کیرکگارد معتقدم به سخنانی که او میگه در این زمینه که هیته قدس ورای هیته اخلاق و در واقع به نظر من من این دوتا رو به همدیگه مربوط حتی نمیدونم اینه که اخلاق رو هم ما بعد فرزندانمون رو بیاموزیم و نهوهش رو نهوهش رو هم جناب بازرگان خیلی خیلی خوب فرمودن نه از راه معزه بلکه از راه عمل نشون بدیم که رابطه چگونه باید رفتار کرد که فرزندانمون اگر میخوایم اخلاقی بزرگ بشن رایش نیستش که دین رو بهشون یاد بدیم رایش که اخلاقش بهشون بیاموزیم. سوال از احکام شعر کردن بعد آیا در قرآن صریحا اشاره شده که مردی میتواند چهار زن عقد دائم داشته باشد و هر چه بخواهد سیغه کند ببین همطور که دوستان توضیح دادن در واقع یه ظرفی است و یه مظروف یه دیوان یک مسئله است آنچه که در درون لیوان هست دین هم بالاخره یه ظرفی داشته در یه شرایط تاریخی خاصی با یه فرهنگی یه ادبیاتی یه زبانی که همه اینها قول آقای دکتر سروش اینا عرضی هن. ذاتی نیستن ذات دین پیام هاشه مسلمون ها خوب 1400 سال پیش در یه جامعه قبیله ای زندگی میکردن فرزند در یک نبردی مثل نبرد احد که 300 نفر بودن مسلمان ها 70 نفرشون کشته شده این 70 تا خانواده داشتن تکلیف این خانواده ها چی میشه؟ نه شهرداری بوده نه سازمان های حمایت کننده اجتماعی بوده یه جامعه اولیه است. اینا رو همون امشب نیاز دارن نه امنیت بوده تو اون جامعه نه کسی که شام شبشون رو این بچه ها رو تأمین بکنه آیات اولیه سوره نسا درباره همینه میگه که قصد و عدالت رو برای اینها فراهم بکنید یعنی زندگی اینا رو تامین بکنید دنبالش میگه ان الله تو تقسطوا فلیتاما اگه بیم کردید که نمیتونید عدالت رو برقرار بکنید خب بگیرید هدفی نبوده که خب شما نیاز بیشتری به سکس دارین هدف نگهداری یتیمان در اون مقطع خاص تاریخی بوده درمان موقت و مقطعیش این بوده که برای نگهداری اینها عرب 1400 سال پیش که انگیزه نداشته برای چی نون خوره اضافه بگیره جامعه که همه فقیرن چیزی ندارن و بعد هفتاد تا خانواده کشته شده مگه اون 230 تای دیگه سه چهارم دیگه امکانات دارن که نگه دارن میگه یکی نشد یعنی باز تعدادی هنوز موندن رو زمین دو تا نشد سه تا نشد چهار تا مشروط بر اینکه بتونید عدالت بکنید پس هدف اصلا مسئله نیاز اضافه نبوده امروز به زاویه سکس نگاه میکنن به این مسئله ولی موضوع قبلش میگه بدون ازدواج این کارو بکنید ولی قرآن با واقعیت ها سر کار داره نه با ایدالها ها اگه نمیتونید تا چهار تا نگه یعنی هدف در اون شرایط خاص نسخه ای که میشده تو اون جامعه فقیر چهارده قرن پیش در واقع براشون پیچید نسخه این چنین بوده به یه هدف دیگه اما سیغی که هرچی بخواد بکنه لاغل در قرآن یه آیه 36 آیه ظاهرا سوره نساء یه برداشتی اون که میگه فمستمتم به من اون فاتو فا اون نه بعضیا در واقع چنین استنباط کردن ظاهرا هم میگن زمان پیامبر هم بوده ولی میگن خلیفه دوم این رو مثلا نفی کرده حالا دیگه بقیهش مسائل تا بفرزم اگر بوده باشه اون موقع بازم چیزی است که محصول اون شرایط ویژه تاریخی بوده یه امر دائمی استنباط من اینه که نیست مگر اینکه اون دلایل در یه روزگاری ایجاب بکنه همینطور که آلمان هم بعد از جنگ دوم تعداد زنان بیشتر بوده خب یکم چه مسائلی به یه شکل و شیوه دیگه بوده در حال به عنوان یک امری که استنباط بشه که مرد حالا یه مسافرت رفت و حج رفت دور شد از خانواده میتونه تا چهار تا زن بگیره اونم با این شیوه که متاسفانه عمل میشه بنده چنین استنباطی نداره بر فضل رحمان درباره مسئله تعدد و زوجات درباره مسئله شهادت زنان در مسئله ارث زنان نام و صحبت کرده از جمله درباره تعدد و زوجات تحلیلی که فضل رحمان داره از این آیات کمی متفاوت است فضل رحمان اولا معتقد است که آیاتی که در قرآن آمده جنبه یه به تنظیمی داره نه جنبه تشویقی نه نگفته آقایون برید چهار تا زن بگیرید گفته این رویه که در این جامعه است و مردان به شمار نامتناهی میتونن ازدواج بکنن این رویه درستی نیست برابر یه قرق قید گذاشته تا چهار همسر بیشتر نمیتوانید اختیار کنید این یک نکته نکته دوم هم این هستش که گفته است که در این مواردم که این کار رو میکنید مشروط بر این است که بتونید بین این زنان عدالت برقرار کنید درسته نکته این است که بلافاصله فاصله بعدش هم گفته اما نمیتونید این کار کنید فضا رحمان میگه این یه به معماست که خب شما میتونید چهار تا زن بگیرید اگر عدالت برقرار کنید بعدا ما میدونیم شما نمیتونید عدالت برقرار کنید به عبارت اخرا حرفی که نمیتونید چهار تا زن بگیرید برابر این معما چیه فضل رحمان میگه که در سنت فقه اسلامی بنا به دلایل مختلف اتفاقی که افتاد این بود که فقهای ما اومدن قسمت اولش رو اصل گرفتن قسمت دومش رو گفتن که به خود آقایون که تشخیص بدن بین خودشون خدای خودشون اما یه میگه که اتفاقا اگر شما این به اصطلاح حرکت دوگامی رو که من پیشنهاد میکنم در نظر بگیرید میبینید که قسمت دوم رو باید اصل گرفت و قسمت اول رو باید در پرتو او تفسیر کرد به تعبیر دیگه این از جمله مصادیقی است که فضل رحمان میگه که یه حکمی در قرآن آمده اما معناش این نیستش که جزء آرمان ها و ارز کنم که جنبه های ذاتی و مصوب قرآنه بخشش برمیگرده از تنگناهایی که در اون زمان وجود داشته است و قرآن در واقع با ارائه اصل عدالت به عنوان اصل راهنما میخواد به جامعه پیشنهاد کنه که چگونه این رفتارها و آداب ناپسند رو پشت سر بگذارند. به حال تشخیص فضل رحمان این است که در جنبش مدرنیستی اسلام اتفاقی که میفته اینه که قسمت انتهای این آیه اصل میشود و قسمت اول او فرد فرق است و باید در پرتو او تفسیر چون که این بس شیرینه من هم باید یه اظهار لهیه ای بکنیم ببینید دوستان فرهنگ انسانی عوض میشه ما در زندگی خودمون اونهایی که عمری ازشون گذشته البته اکثریت جلسه جوان هستن ولی اونهایی که عمری اون گذشته میبینیم که حتی در زندگی خود ما عقاید خود ما در مورد مسائل جنسی عوض شده در مورد مثلا همجنسگرایی مثلا در مورد روابط مرد و زن آزاد مرد و زن قبل از ازدواج یه وقتی که رگهایی به گردن قوی شد دیگه اونطوری نیست افرادی که وارد آمریکا رو نمیگم ایران رو میگم در ایران هم به رفتار جنسی اخلاق جنسی در همین زندگی خود ما ببینید چقدر عوض شده در زمان پیامبر اسلام در واقع رفتار جنسی اخلاق جنسی اون چیزی که فروید بهش میگه لیبیدو ایکانومی از زمین تا آسمون با امروز فرق داشته هیچ کس نمیتونه به اون زمان برگرده حتی بنیادگرایانی که توهم دارن میتونن یه نقبی بزنن و عین پیغمبر اسلام زندگی بکنن اونها هم نمیتونن اون رو تکرار بکنن اینی که ابوبکر البغدادی و نمیدونم اسامه بن لادنش هم نمیتونن این کارو بکنن یعنی در واقع اون زمان اون اخلاق جنسی تمام شده رابطه بین مرد و زن در یک ازدواجی رابطه برابر اون یه همچی چیزی در ازدواج در اون موقع مراد نبوده و این در واقع جزء عرضیات جامعه اون موقع است همانطور که اخلاق جنسی امروز ما جزء عرضیاته شما فکر نکنید که ما الان داریم سعی میکنیم یه جوری اسلام رو درست بکنیم که با اخلاق جنسی امروز ما جور در بیاد همین اخلاق جنسی امروز ما دویست سال دیگه به ما میخندن ببینید اصلا در طول تاریخ اخلاق جنسی عوض میشه لیبیدو ایکانومی عوض میشه و ما باید همه ظرف و مظروف رو با همدیگه نگاه بکنیم و در اینها به تعبیر فضل رحمان باید ما به دنبال اون بارقه وحی بگردیم ببینیم که اون معیار ماورایی اون معیار قدسی اون, اون چیزها رو ما باید استخراج بکنیم اینه که ما واقعا واقعا باید معتقد باشیم یه یعنی اگر شما خیال میکنید که میتونید برای یه لحظه ببینید مثلا برگردید مثل پیامبر اسلام به دنیا نگاه بکنید این غیر ممکنه غیر ممکنه پیامبر اسلام اگه به اسب نگاه میکرد به آسمون نگاه میکرد این چیزی این اسبی که شما میبینید این آسمونی که شما میبینید نمیدید در طول تمام کتب قدیمی در تمام کتب اسطوره ها در شاهنامه در قرآن در کتاب مقدس در ایلیاد و آدیسه یک بار کلمه رنگ آبی نیومده اصلا جونالی ها دریار میگفت نگاه میکردن تو ایلیاد و آدیسه میگن رنگ شرابه آسمون رو چه رنگی میدیدن؟ سبز... مزرعه سبز فلک دیدم و داس مهنو سبز حتی رنگ ها رو ما فرهنگ های مختلف هم در زمان واحد در فرهنگ های مختلف هم در طول تاریخ اصلا نگرش ما به دنیا عوض میشه و نگرش ما به روابط جنسی عوض میشه و نگرش ما به همه چی عوض میشه این استش که واقعا ما باید این آگاهی هرمنیوتیک این فروتنی هرمنیوتیک, هرمنیوتیک رو داشته باشیم که بدونیم زند جهان داره عوض میشه از این روست که نواندیشی دینی و نواندیشی در همه چی در اخلاق در همه زندگی جزو لوازمه نمیشه ما تصور کنیم دین یک چیز داده شده است و اونجا هستش آماده ما باید بریم از اون برداشت بکنیم همواره این جریان تفسیر مجدد همواره این جریان نواندیشی یعنی اگر یک جایی ایستا شد دین به تعبیر آقای دکتر سروش این جامعه عوض نشد مندرس میشه و نابود میشه این استش که ما در تمام این موارد باید به سیالیت, سیالیت فرهنگ و سیالیت فرهنگ انسانی من جمله فرهنگ جنسی آگاه باشیم و با این ملاحظه نگاه بکنیم به احکامی که در ادیان اومده <applause>